بحثی رو که امروز من مطرح میکنم در مورد اپلیکیشن و کاربردهای از بیگ دیتا در بزنس هست و بیشتر برای دیسیژن میکرها، تصمیم گیرنده ها، این اپلیکیشن هست. نکته اول این هستش که بدونیم مثلا بیگ دیتا چی هستش. مطمئنم که در این مورد اطلاع کافی دارید، ولی واسه یه مروری خیلی خیلی جزئی در ابتدا داشته باشم. به طور خیلی کلی خلاصه بگیم که مثلا بیگ دیتا چی هست و چطوری استفاده میشه و در کجا استفاده میشه. امروزه دیتایی خیلی زیادی تولید میشه، یعنی دیتا هر صورتی که ببینید، توسط اپلیکیشن ها متفاوت، توسط افراد، اشخاص، شرکت ها، کمپانی ها، همه در حال تولید دیتا هستند. اگر دقت بکنید، دیتایی که 10 سال پیش بود، مثلا در سال 2012، 2.8 زیتابایت آف دیتا در کل جهان تولید شده بود، در سال 2020 بیش از 50 برابر افزایش پیدا کرده و این دیتا به سرعت داره افزایش پیدا میکنه. یعنی ما داریم به سمت یک یونیورس آف دیتا میریم، یک کهکشانی از دیتای دیجیتال یونیورس میریم که همه چی تبدیل داره بشه به تولید دیتا. طبیعی وقتی این دیتا به این سرعت داره تولید میشه، احتیاج هستش به یک نحوی این دیتا آنالایز هم بشه. مثلا این هستش که اصلا این دیتا چطوری تولید میشه. این خیلی ساده است. شما اگه تو جیب خودتون نگاه بکنید، موبایل فون شما داره دیتا تولید میکنه. شما با استفاده کردن از تلگرام یا هر اپ دیگه‌ای دارید مرتب دیتا تولید میکنید. شما وقتی در حرکت هستید و دارید از گوگل مپ استفاده میکنید یا از مسیریاب استفاده میکنید یا هر اپلیکیشن دیگه‌ای، خود به خود اون مسیر حرکت شما از ابتدا تا انتها رکورد میشه و اون دیتایی که از اون جهت تولید میشه قابل استفاده هستش توسط دیسیژن میکرها. همینطور وقتی شاپینگ میکنید، حالا چه تو خونه نشسته با کامپیوتر، چه وقتی به شاپینگ میرید از کارت استفاده میکنید، کردیت کارت یا هر کارت دیگه، قطعا اون دیتایی که تولید میشه توسط کردیت کارت، این دیتا قابل استفاده است برای هم کردیت کارت کمپانی و بانک ها، هم برای خود سوپرمارکت ها و شاپینگ استور ها، چون به هر صورت این دیتا قابل اندازه‌گیری است و قابل آنالایز است. حتی وقتی تو خونه نشستید و دارید استراحت میکنید و فیلم نگاه میکنید، امروزه اکثر کشورها همه دست به دیجیتال تیوی دارند. وقتی از نتفلیکس و عنوان نمونه فیلم نگاه میکنید، نتفلیکس رکورد میکنید فیلم هایی رو که نگاه کردید و پترن اون فیلم ها میتونه خیلی مفید باشه برای نتفلیکس، برای مارکتینگ و برای اینکه چطوری بتونه از اون پترن فیلم ها استفاده بکنه، فیلم هایی که به نفع دیده. اما مهمتر از اون و بدتر شاید این هستش که پرایویسی اصلا در کار نیست. حتی شما وقتی در خواب هستید و موبایل فونتون آن باشه، داره دیتا همینطور تولید میشه. حالا از این ساعت‌های دیجیتال اگه داشته باشه، حتی اگه سلام نداشته باشه، خیلی اپا هستن که مستقیما میتونن دیتا رو ریکورد بکنن و همچنان دیتا رو جمع‌آوری میکنن. دیتایی که در حال خواب هستید، در حال بیداری هستید، این دیتا مرتب داره تولید میشه. بنابراین تولید این دیتا قطعا احتیاج داره به یک نحوی آنالایز بشه. من ویدیو رو قطع کردم چون احساس کردم ممکنه نام کامرا رو، ممکنه تصویر رو خودمون طرف نرسه. زمانان هم موقعی که سوال چیزی بود خواهش میکنم بفرمایید. حالا میخواید در وسط کار یا در انتها در صورت سوالات خودتون رو بنویسید، من پاسخ میدم. بنابراین دیتا همینطور که گفتم از انواع مختلف در مسیرهای مختلف داره تولید میشه. چطور میشه که این دیتا رو ما بهش میگیم بیگ دیتا؟ از چه جهت میگیم دیتا؟ در ابتدا که بیگ دیتا شروع شد، بیشتر روی والیوم آف دیتا بحث بودش، یعنی چقدر سایز دیتا چقدر هستش، دیتا چقدر باشه بهش میگیم بیگ دیتا. یه زمانی بود که وقتی کامپیوتر ایجاد شده بود، در ابتدا صحبت از کیلوبایت بود. در اون موقع وقتی صحبت از کیلوبایت بود، وقتی صحبت از گیگابایت میشد، گیگا بیگ بودش براش. امروزه ترابایت هست، امروزه بیوند ترابایت داره دیتا همینطور تولید میشه. آیا سایز دیتا بی تنهایی میتونه به دیتا رو بهش بگیم بیگ دیتا؟ اگرچه سایز خیلی مهم هستش و دیتا نسبت به سایز هرچی بزرگتر باشه خب ممکنه پیچیده تر هم بشه، ولی حتی ممکنه یه اسمال دیتا سامتایزی بعض اوقات بشه بیگ دیتا، بخاطر اینکه ورایتی آف دیتا هم مهم هستش. اینجا ما فقط ممکنه یک اسمال دیتا، یعنی دیتای مخصوص داشته باشیم، ریفر میشه، بخاطر اینکه ممکنه این دیتا تصویر باشه، ممکنه دیتا ویدیو باشه، ممکنه این دیتا میکسی از انواع اقسام دیتاهای متفاوت باشه و آنالایز کردن این دیتا خیلی ساده نیست، لذا به این هم بیگ دیتا گفته میشه. اونطور که گفتم، وقتی شما دارید از کامپیوتر استفاده میکنید، وقتی که از اپ‌های مختلف استفاده میکنید، فیسبوک،
تویتر، لینکدین، گوگل، یوتیوب، همه اینا دیتا ها رو دارن جمع‌آوری میکنند. بسیار از اینا دیتا ها رو میفروشن، البته به خاطری که برای مارکتینگ استفاده میکنند. شما وقتی با فیسبوک دارید کار میکنید، شما فرند دارید، فرند های شما فرند دارند. وقتی با یوتیوب دارید ویدیو رو دانلود میکنید، سری ویدیوهایی رو که دانلود میکنید خیلی مهم هستش که نشون میده بیهیویر یا رفتار یک فرد در چی هستش. شاید از اون رفتار، از اون سری ویدیوها بشه یک سری مطالبی رو کشف کردش. وقتی که با اپهای مختلف درگیر هستید، طبیعیه که افراد مختلفی هم تو اپا میان و درگیر هستید. یعنی یه شبکه از افراد ایجاد میشه و اون شبکه افراد دیتاهای بیشتری رو تولید میکنن و دیتا ایجاد میشه که اینا با هم دیگه در ارتباط هستن. اون دیتا زمانی ارزش پیدا میکنه که بشه این دیتا رو تبدیلش کرد به یک ولیوی، تبدیلش کرد به یک ارزشی. اون موقع هستش که این دیتا ارزشمند میشه و اون هم زمانی هستش که این دیتا رو بتونید به سرعت آنالایزش کنید و ازش یک نتیجه بگیرید. چون اگه دیتا به خودی خود تولید میشه ولی نشه به سرعت آنالایزش کرد، طبیعیه که اون دیتا دیگه قدیمی خواهد شدش. بنابراین ولیو اف دیتا این هستش که بشه یک نحوی اون دیتا رو آنالایزش کرد. اینجاست که بیگ دیتا پیش میاد. من گفتم بیگ دیتا میتونه در قسمت‌های مختلفی باشه. همونطور که در ابتدا گفتم، من بیشتر از نظر بزنسی دارم بحث بیگ دیتا رو انجام میدم. فکر میکنم تو وبینارهای گذشته افراد از نظر حساب تکنیکالی بیشتر اساتید درگیر بودند، مثلا برنامه‌نویسی پایتون و نمیدونم خود ماشین لرنینگ و AI و اینطور مسائل، یه مقداری بحثایی انجام شده. بحثی که بیشتر فوکوس من هستش، چطوری میشه این بیگ دیتا رو استفادهش کرد. از این جهت هستش که بیگ دیتا رو دیدگاه اپلیکیشن در نظر میگیرم و بحثش انجام میدم. اپلیکیشن به عنوان نمونه در بانکینگ و فایننس، علاقه بانکینگ و فایننس رو اول آوردم به خاطر این هستش که بیشتر فوکوس بیگ دیتا امروزه در روی بانکینگ و فایننس. شاید اینم به خاطر اینکه درآمد تو اون قسمت هستش. اپلیکیشن های دیگه مثل میدیا انترتینمنت هستش، هلکرز هستش، ایژوکیشن هست، خود دیتایی که توسط دولت ها جمع آوری میشه، دیتایی که توسط ترانسپورتیشن جمع آوری میشه، اینشورنس کمپانی هایی که خودشون ها میتونن بخشی از بانکینگ و فایننس باشند، سوپرمارکت ها و ریتیل سنتر ها، همه اینا دارن دیتا تولید میکنن و همه اینا هم دیتا دارن به نحوی از این دیتا های تولید شده استفاده میکنن. البته فوکوس بیشتر افراد الان در استفاده از بیگ دیتا برای مارکتینگ هستش، مخصوصا در بانکینگ فایننس، مخصوصا در ریتیل سنترها. ولی خب اپلیکیشن مثل هلثکر و ایژوکیشن و اینها هم ترانسپورتیشن هستش که بیشتر به سرویس برمیگرده. من در اون استاد قبلی گفتم وقتی شما دارید از فیسبوک و تویتر و لینکدین اینطور استفاده میکنید، قطعا افراد متفاوتی اپلیکیشن دسترسی دارن. حتی وقتی از تلگرام شما استفاده میکنید، تلگرام تعداد زیادی درگیر هستند تلگرام و این باعث میشه که یک نتورکی از افراد ایجاد بشه که این یک سوشال نتورک انالیسیس رو ایجاد میکنه. تعداد هم کم نیستش افراد، کسانی که فکر کنه فقط تلگرام تنهایی در نظر گیرید، چند نفر از تلگرام استفاده میکنند. قطعا وقتی شما یه تکست رو میفرستید، یه پیام رو میفرستید، یا دوست رو دارید، خب این یک کانکتیویتی رو ایجاد میکنه. یعنی یه تعداد افراد هستن که شما بایشون لینک هستید که این باعث میشه که نشون بده این افراد چه کسانی هستند. اگه شما یه پیامی رو میفرستید، مسیر این پیام به کجا ختم میشه؟ این پیام رو شما الان ارسال کردید به یک فرد، این فرد به کجا میفرسته و این پیام از آخر به کجا این پیدا میکنه؟ این خیلی مهم هستش برای کسانی که اینو دارن آنالایزش میکنند. این همچنین مهم هستش به خاطر که اینفلوئنس شما رو نشون میده. شما چقدر اینفلوئنس دارید رو بقیه افراد. برای که اینفلوئنس شما به اینفلوئنس یک فردی که الان تو تلگرام هست روی افراد دیگه برای مارکتینگ بسیار میتونه مفید باشه. برای که وقتی یه نفر در حل اون قرار بگیره و یک تعداد زیر نظر اون بتونه داشته باشن، این میتونه فرض کن افراد اگر موردی رو میخوان برای مارکتینگ استفاده کنن، کمپانی ها میتونن افرادی رو انتخاب بکنن که اینفلوئنس بیشتری داشته باشن تا افرادی رو انتخاب کنن که اینفلوئنس کمتری دارن. اگه فرض کن یه دستگاه جدیدی تولید شده و افراد میخوان دستگاه جدید رو بفروشن، خب برای مارکتینگ بهتره تارگت مارکتینگ باشه به جایی که بیان یه دفعه یک بیلیون مسیج بفرستن به همه دنیا بگن که ما همچین پروداکتی رو تولید کردیم. تقریبا افراد اون مسیج رو نمیخونند.
پس بهتره بیان یه کاری بکنن که افراد رو تارگت بکنن، کسانی که اینفلوئنس دارن اونا رو پیدا بکنن، پیام رو فقط به اونها بفرستن و ترای کنن که اونها بتونن افراد دیگه رو ترغیب کنن. اگه فرض کنید من 100 نفر تو نتورکم هستش و از این 100 نفر 10 نفر رو خیلی بهشون اینفلوئنس دارم و اگر اون کمپانی یه پروداکت جدید داره به من آفر بکنه و به من بگه که شما این پروداکت رو بخر و اگه به 10 نفر دیگه ساجست کردیم و یک دونه به تو مجانی میدیم، خب من قطعا میتونم با 10 نفر اون پروداکت رو آفر بکنم، طبیعتا اون کمپانی 10 تا از اون پروداکت رو میفروشه و منم یه دونه از اون پروداکت رو مجانی میگیرم. این خب برای اون کمپانی خیلی بهتر از اینکه دایرکتلی بیاد اون 10 نفر رو این دفعه بهشون ترای کنه بفروشه، ممکن نتونه بشه چون ممکن کمپانی اینفلوئنس اونقدر نداشته باشه که من رو 10 نفر اینفلوئنس دارم. بنابراین این سوشال نتورک انالیسیس خودش یه بیگ دیتا تولید میکنه، میلیون ها نفر یا در بعضی موارد فیسبوک حتی بیلیون ها کانکتیویتی وجود داره. فیسبوک خودش بیلیون اف یوزر داره، ویچت یکی از پلتفرم‌های سیستمی که بیش از 1 بیلیون ترانزکشن در هر روز داره، یعنی در هر روز بیش از 1 بیلیون مسیج این رو بر ارسال میشه. بنابراین این سوشال نتورک انالیسیس خودش میتونه یک دونه بیگ دیتا ایجاد بشه. تحلیل سوشال نتورک انالیسیس خیلی پیچیده نیست، در حقیقت این برمیگرده به اون گراف تئوری که در ریاضیات بوده و خیلی پیچیده در واقع نمیاد. اگرچه وقتی به بیگ دیتا میرسه پیچیدگی زمان ایجاد میشه که تعداد زیاد هستند. اگه یه تعداد محدودی باشه، 100 نفر باشن و بخواد اینا رو بررسیش بکنید، این فکتاشن روی یکی دیگه پیداش کنید، خب میشه اینا رو یه جوری انجامش رو داد با گراف تئوری و بقیه متدایی که هستش. ولی اگه یه دفعه اومد این میلیون ها رو کد شد و هر روز هم داره تولید میشه و مرتب هم میخواد شما ریل تایم آنالایزش بکنید، اینجاست که بیگ دیتا نقشش ایجاد میشه و میخواد به اصطلاح یه جوری بشه بین از این دیتا یه جوری به نحو مثبتی کمک گرفتش. اینجا من یک مثالی رو نشون دادم که یکی از کارهایی که خودمون انجام دادیم و اون هستش که حالا البته در بحث سوشال نتورک انالیسیس اگزمپلش مربوط به فیسبوک و اصطلاح تویتر این توجیزا نیستش، اگزمپلش مربوط به سایتیشن انالیسیسه ولی کانسپت همون هستش. ما اومدیم پیپرهایی رو که توسط افراد چاپ میشن و سایتیشن انالیسیسشون رو تعریف کردیم یه سوشال نتورکی و ایمپکت هر پیپر رو با توجه به سایتیشن رو نفر بعدی در واقع میجر کردیم. خب این یکیش میگن دایرکت ایمپکت سوشال نتورک انالیسیس و مثلا در یکی از پیپرهایی که خودم چاپ کردم این ایمپکت ها رو برای هر پیپر پیدا کردیم و سایتیشن پیپرها به ما کمک میکنه که باید آیدنتیفای کنیم که کدوم پیپرها ایمپکت بیشتری دارن. طبیعتا همین انالیسیس هم میتونه توی فیسبوک، توی توییتر، توی بقیه سوشال نتورک انالیسیس ها استفاده بشه و بشه ایمپکت افراد رو بقیه مثلا محاسبه کردش. البته مشکل تر زمانی هستش که دو نفر مستقیما با هم در تماس نباشند و بخواید ایمپکتشون رو پیدا کنید. اون مسئله این دایرکت بیتایتش، این دایرکت نتورک انالیسیس پیش میاد. ببینید وقتی که نفر بی رو نفر ای تاثیر داره یا بی فرض کنید تکست رو به ای میفرسته، بی مستقیما با ای در تماس هستش، بنابراین یه نتورک دایرکت ایجاد میشه بین بی و ای، بی و ای. مشکل زمانی هستش که بی فرض کنید با ای در تماس هست، سی با بی در تماس هست، نفر سی ولی با ای مستقیما در تماس نیست، ولی قطعا وقتی سی پیامی رو به بی میفرسته و بی به ای میفرسته، خب سی روی ای تاثیر داره. حالا این دایرکت سایتیشن، حالا وقتی تماس، حالا در نظر بگیرید که ما بیگ دیتا داریم، سیچویشن از بزرگی هست، از حساب یک کامیونیتی افراد یا علاوه از فیسبوک یا افراد یا چیزی که خالی این نتورک تشکیل شده و ما میخواییم الان ایمپکت یک فرد رو که این دایرکت روی یک فرد دیگه هستش محاسبش کنیم. خب این کار خیلی ساده ای نیست چون رو قسمت دایرکت ایمپکت ها و دایرکت سوشال نتورکی که دایرکت لینک باشه کار زیاد شده، بیش از 1000 پیپر چاپ شده و آنالیز خیلی زیادی هم روی دیتای توییتر هم دیتای فیسبوک و این لینکدین و بقیه دیتا انجام شده. سیم آنالیز اگه کسی فرض کنه اکسس به دیتای تلگرام داشته باشه میتونه سیم آنالیز انجام بده. اگر شما خودتون الان من دیدم profile.ir فرض کنید یک سری امکانات داده که افراد میتونن به همدیگه لینک بشن، افراد میتونن همدیگه رو فالو کنن، اگه کسی میتونه اون دیتا رو جمع‌آوری بکنه سیمیلار آنالیزش میتونه انجام بشه. ولی وقتی این دایرکت شد اون کار یه خورده مشکل تر میشه و خیلی کار نشده هنوزه. البته اینجا یک پیپر است که من موقع
تعقیبش کنید. خود اینجا اگر میشه که این پیپریست که در سال 2015 چاپ شده که خودمون انجام دادیم تو اینفورمیشن ساینسز، و ما بحث این دایرکتای رو اونجا بررسیش کردیم و پیشنهاد کردیم که چطوری میشه ایمپکت یک فرد رو روی فرد دیگه‌ای که غیر مستقیم تاثیر داره بشه محاسبش کرد. من از طرف شما هیچ صدایی نمیگیرم، فکر میکنم که به صورت وبینار داره در حال عادی پیش میره. آقای دکتر شما صدای من رو دارید؟ هست پیام بفرستید. بله نوشتن اوکی است. بنابراین این یه بحث این دایرکت تا ایجاد میشه که اگه کسانی متمایل باشن تو این زمینه بتونن کار بکنن فرصتی هستش، چون مدلی که هنوز مدل آنچنان قوی در این زمینه چاپ نشده. تو یکی دیگه از استادیایی که باز خودمون انجام دیدیم تو همین به سایتیشن انالیسیس که در این جورنال هم چاپ شده 2014، ما اومدیم سایتیشن انالیسیس رو پیپرها رو در نظر گرفتیم از سال 1994 تا الان تا 2014 البته که پیپر چاپ شده، و اومدیم بعد از این که همه این پیپرها رو آنالایز کردیم به این نتیجه رسیدیم که اگرچه در ابتدا وقتی یک توری جدیدی حالا ایجاد شده، یه توری مربوط به توری ordered weighted averaging of criteria هستش، یه توری جدیدی در سال 1994 پیشنهاد شده، افراد به دو گروه تبدیل شدند، یعنی فالوورها کاملا دو گروه متفاوت بودند. یک سری فالوورهایی بودند که تئوری رو از نظر ماتماتیکس و ریاضیات و تکنولوژی رو پیش می بردن، یک سری گروه هم بودن که این تئوری رو از نظر اپلیکیشن و کاربرد و اینها پیش می بردن. ما اینا رو که فالو آپ کردیم دیدیم این دوتا مسیر در نهایت به هم برخورد کردن، یعنی بعد از حدود مثلا 15 سال سری متفاوت پیپرها رو می نوشتن فالو آپ می کردن تئوری رو، در نهایت این دوتا به یک نتیجه رسیدن و باز به هم برخورد کردن و اینها به یک نحوی این قسمت اگه میبینید به هم دیگه خیلی لینک شدن. همین انالیسیس به راحتی میتونیم باز کنید توی نتورک انالیسیس مربوط به فیسبوک و بقیه فرندشیپ و اپلیکیشن اینطوری به کار ببریم برده بشه. در همونجا ما در سوشال نتورک انالیسیس وقتی که بررسی کردیم، باز اومدیم 30 تا از حساب افراد مهمی رو که توی زمینه کار میکردن در نظر گرفتیم. علاوه بر این که لینک های اینا رو با هم دیگه بررسی کردیم، در زمان های متفاوت هم اینا رو بررسیش کردیم، یعنی ایمپکت هم زمانی و هم لینک توی دیگه رو بررسیش کردیم که این تو همون مقاله هم چاپ شده. بنابراین سوشال نتورک انالیسیس به نظر من یکی از موارد کاربردهایی است در مورد بیگ دیتا که کسانی که بخوان میتونن نزدیک بشن روش کار بکنن. همونطور که در ابتدا گفتم من بحثم خیلی عمقی در مورد هر کدوم از این مطالب نیست، چون هر کدوم از این مطالب ممکنه خودش احتیاج به یکی دو ساعت بحث و توضیح داشته باشه. حداقل بیشتر تصمیمم این بود که من بیام یک سری اپلیکیشن های متفاوتی رو که در بیگ دیتا استفاده میشن و مطرح بکنم، شاید اینها بتونه یک راه باز بشه برای کسانی که میخوان توی زمینه کار بکنند. ایژوکیشن یکی از موارد دیگه است که یه اپلیکیشنی بوده که باز در سال 1994 تا 98 خودمون کار کردیم و چاپ هم شده ریزالتش. اومدیم دانشگاه ها رو بررسی کردیم، ولی در اون زمان سال 1998 تا سال 2001، در سال 1998 وقتی ما این دیتا رو اومدیم بررسیش کردیم، صحبت از بیگ دیتا و دیتا ماینینگ و اینها اصلا به هیچ وجه نبود. البته دیتا ماینینگ ایجاد شده بود، شاید بیش از 15 سال پیش تقریبا دیتا ماینینگ اومده بودش، ولی به اون صورت مثل الان وسیع نبودش، یعنی اونقدر افراد به دیتا ماینینگ و اینها خیلی توجه زیادی نداشتن. در اون سال ما اومدیم دانشگاه ها رو وقتی می‌خواستیم بررسی کنیم، به جایی که دانشگاه رو در نظر بگیریم، اومدیم هر کدوم از انتیتی هایی که دانشگاه رو ایجاد میکنن، یعنی در واقع دانشجویان رو در نظر گرفتیم و دیتا اون رو بر اساس تک تک دانشجویان انگلیس در آوردیم، یعنی تمام اینفورمیشن تمام دانشجویان انگلیس رو که در حدود 2.5 میلیون دانشجو در اون سال بود و برای 5 سال متفاوت چیز نزدیک 15 میلیون رکورد میشد، این 15 میلیون رکورد رو همه اطلاعاتشون رو داشتیم. اطلاعاتی که دارم میگم اطلاعات مربوط به قبل از دانشگاه بود، اطلاعات پدر مادر بود، اطلاعات محل سکونت بود و همینطور اطلاعات زمان دانشگاه، چه درسایی رو گرفتن، چه درسایی رو پاس کردن، چه درسایی پاس نکردن، چند نفر سال 3 فرض کن تموم کردن، چند نفر سال 4 تموم کردن، چند نفر از یه دانشگاه به دانشگاه دیگه موو کردن. این یه دیتا خیلی پیچیده‌ای رو تولید می‌کرد و
برای که ما میخواستیم افیشنسی دانشگاه‌ها رو بررسیش بکنیم و در اون موقع وقتی افیشنسی رو ما اومدیم مطرح کردیم، گاورمنت یوکی میگفتش که اگر یک دانشجو اومده وارد دانشگاه شده و از دانشگاه مدرک نگرفته، اون باید یک جوری نشون بده که اون فرد، اون دانشجو تو این افیشنسی دانشگاه تاثیر داشته. و بعد از بحث‌های متفاوتی که داشتیم به این نتیجه رسیدیم که ممکنه یک فرد از یک دانشگاه خارج شده باشه و بره به یک دانشگاه دیگه، در کل سیستم این افیشنسی ایجاد نشده، چون بالاخره دانشگاهش عوض شده، اون فرد در این افیشنسی در کل سیستم تأثیر نداشته، از یه دانشگاه مود کرده رفته یه دانشگاه دیگه، پس کل سیستم رو نمیشه این افیشنتش کرد. ولی اگه یک فرد کلن خارج شده میشه این افیشنتش کرد. باید این دانشجو رو ترکش میکردیم، تریس میکردیم از یک دانشگاه به یک دانشگاه دیگه، از زمانی که وارد دانشگاه میشه تا زمانی که خارج میشه، و این یک هیوج دیتایی رو ایجاد میکرد که قابل بررسی بودش و قابل آنالیز بود. و دیتاش البته چاپ شده در همون سال 98، ریزالتش چاپ شده، ایندیکیتور متفاوتی را جمله بنچمارکینگ دانشگاه ها هم چاپ شده، برای کسانی که بخوان هم میتونم بفرستم، هم این که در این وبسایتی که اینجا نوشته بودم اویلیبل هستش. و اون موقع البته یه پروژکتد ایندیکیتور هم به دست آورده بودیم که در واقع یه جوری پردیکتیو میکردیم که بایستی دانشگاه به چه سمت پیش بره. از نظر بعضی ایندیکیتور هم به تعداد حدود 30 تا ایندیکیتوری در اینجا فقط 3 تا ایندیکیتور رو نشون داده. خب طبیعیه وقتی که اون دیتا مربوط به دانشگاه، حالا شما بیاید در نظر بگیرید ما دیتای مربوط به پری اسکول رو داریم، دیتای مربوط به پرایمری اسکول رو داریم، دیتای مربوط به سکندری اسکول رو داریم، دیتای مربوط به کالج ها و فرد ایژوکیشن اینا رو داریم و دیتای مربوط به دانشگاه ها رو داریم. حتی الان دیتای بعد از دانشگاه رو هم داریم، یعنی از ابتدا که یه نفر وارد به اصطلاح سیستم آموزشی میشه دبستان، الان دیتاش در انگلیس اویلیبل هست. این فرد از اینجا رفته مدرسه، رفته سکندری اسکول، رفته دانشگاه و بعد کجا کار گیر آورده و الان چقدر سالری میگیره، این دیتا هم الان موجود هست. و خب طبیعیه که این دیتا دیتای حجیمی رو تولید میکنه که این دیتای حجیم قابل بررسی هست، قابل آنالیز هستش. شاید بشه یک سری پردیکتیو مدلای رو این زمینه تولید کرد، برنامه‌ریزی کرد و ایجاد کرد که بشه حتی در زمانی که یه نفر در مدرسه درس می‌خونه بشه پردیکت کرد ببینید در آینده این چه کاری میشه، چه وضعیتی داره و به چه سالری حتی میرسه. چون یکی از معیارهایی که الان مثلا پست بعد از اینکه دانشجو فارغ التحصیل میشن دانشگاه رو میتونن معیار بکنن اینه که دانشجویی که دانشگاه فارغ میشن اوریج سالریشون حساب چقدر هستش، بر اون اساس اینو بهش میگن فرست دستینیشن، بر اون اساس میتونن دانشگاه رو رتبه بندی کنن. خب طبیعیه وقتی شما میبینید مثلا هاروارد یونیورسیتی ام بی ای ش وقتی که دانشجو ام بی ای میگن از هاروارد یونیورسیتی اوریج سالریشون 300 هزار دلاره، استنفورد مثلا چیز همین حدود است، ولی یه دانشگاه دیگه می‌بینید اوریج سالریش 30,000 تا 40,000 تا. خب طبیعیه ایمپکت اون دانشگاه خیلی بیشتر بوده، به اینجور رنگ بندی ایجاد میشه. بنابراین اینجا یه دیتا ایجاد میشه که پرنت درگیر هستش، یعنی پدر مادر درگیرن، خود دانشجوها درگیر هستند، مثلا مراکز آموزشی مثل آموزش پرورش، خود مدارس، تمام کالج ها و دانشگاه ها، معلم ها، اینا همه درگیر اون دیتا هستند، مدرسین همینطور و تیچر ها و اصلا مدرسه، تمام این افراد درگیر این سیستم هستند و این دیتا رو دارن تولید میکنند. خب حالا من نمیدونم این دیتا واقعا تو ایران موجود هست نیستش، ولی در کشورهای مثل انگلیس خب میشه همچی دیتایی رو، خیلی ساده نیست دسترسی به چنین دیتایی که بتونه از ابتدا همه رو لینک به هم داشته باشه، چون متاسفانه دیتا توسط اورگانیزیشن و حساب شرکت‌ها متفاوت جمع‌آوری میشن. ولی اگه بشه این دیتا رو به هم دیگه لینک کرد و فالوآپ کرد، این نفر از ابتدا که مدرسه وارد میشه تا زمانی که فارغ التحصیل میشه دانشگاه، بسیار دیتای با ارزشی است که میشه رو بیگ دیتا کار کرد. البته اینجا این کار الان در حال انجام هستش، بعضیا دارن توی زمینه فکر میکنن که بتونن چیکاری رو انجام بدن، نه تنها دیتای مربوط به قبل از مدرسه، که این دیتا قبل از مدرسه رو میشه از طریق یک سری سیستمایی که تو انگلیس هستش بشه اون رو گرفت و بعد لینکش کرده به بقیه دیتاهای دیگه. وقتی وارد هلت سیستم میشیم و به اصطلاح سیستم سلامت یا پزشکی یا چیزی که میتونید اسمشو بذارید، میبینیم که بیگ دیتا واقعا خیلی مهم هستش و داره همونطور دیتا تولید میشه. در مرکز هلت البته پیشنت های مریض ها هستن که درگیر همه سیستم، برای همین مریض ها هستش و برای بیماران.
ولی خب در این سیستم خود دولت نقش داره، بیمارستان ها نقش دارند، توی بیمارستان ها حساب دکتر هستش، نرس هستش، این افراد همه نقش دارند. از اونایی که بگذاریم خود فارماسی و داروخونه ها هستن که نقش دارن. بعد خود این بیمارستان ها اکثرا احتیاج به سیستم پیمنت دارن، پیمنت سیستم لازم دارن و یه پریونتیشن کر ممکنه باشه که پیشگیری کنه کل حساب از اینکه یه نفر بیمار بشه. وقتی نگاه میکنید همه اینها یه جورایی نقش دارند و همه اینا دارن دیتا تولید میکنند. خود بیمار گرفته که داره دیتا مرتب تولید میکنه تا زمانی که تا دکتر و جراح و نرس و همه اینا و حتی این شورانس کمپانیایی که لینک هستن به سیستم پزشکی، اونها هم حتی دارن دیتا رو جمع آوری میکنن و دیتا تولید میکنن و شاید اونها بیشتر براشون مهم باشه از دیتا، به خاطر اینکه مثلا تو کشور صنعتی بیشتر پست فاند از طریق این شورانس کمپانی‌ها یه جوری واسه پرداخت بشه، چون بیشتر افراد یه جوری این شورانس هلت اینشورانس دارن. بنابراین خیلی براشون مهم هستش که بتونن از این دیتا های جوری استفاده بکنن. خب این دیتا خیلی وسیعی است، دیتا کمی نیستش. من لیست بعضی از این دیتا ها رو اینجا تهیه کردم، حتی فرصت نمیشه که بخوام به واردش بشم، ولی کلینیکال دیتا هست، نان کلینیکال استاف هستش، لیبر هستش، ساپلایر های توی هاسپیتال ها هستن، اینوستمنت ها و اکسپنس های هستن که اونجا از خود میدیکال ویزیت ها، پیشنت ها، این پیشنت ها، بیمارانی که بستری میشن، روزانه دیسچارج میشن یا میمونند. این دیتا همینطور داره جمع آوری میشه. سرعت یک دیتابیس خیلی بزرگی داره تولید میشه. دیتابیس، حالا اسمشو بذاریم بیگ دیتا در هلت، اون چهار تا دامنشن اصلی بیگ دیتا رو براحتی میبینید توش میبینید. میبینید که در بیگ دیتا چند تا وی هستش که بسیار معروف هست. یکیش وراستی هست فور اگزامپل، که این دیتا وقتی تولید میشه از حساب تراست و اکیورسیش خیلی مهم هستش، یعنی اون که این دیتا چقدر دقیق باشه خیلی مهم هستش. خب دیتایی که تو هلت تولید میشه اتفاقا براستش خیلی هم بالا هستش، خیلی پایین نیست، برای که دیتا در دایمنشن متفاوت از بعدهای متفاوتی داره تولید میشه. مثلا دیتای پیشنت توسط پیشنت وقتی جمع آوری میشه مشخصه که یه نفر مریض یا بیمار وارد بیمارستان شده، در چه روزی چه ساعتی وارد شده، در کجا ریجستر شده، توسط چه دکتری داره اون تست میشه، چه نرسی رو سرش هست. از اون طرف دیتای نرس هم اونجا داره جمع آوری میشه، اون نرسه با چه مریضی چه بیماری رو داره فالوآپ میکنه یا کر میکنه، چه دکتر اومده رو بیمار، دیتای دکتر هم جمع میشه. بنابراین چون دیتا از بعدهای متفاوتی جمع آوری میشه، به راحتی میشه اینا رو کراس چکشون کرد و اکورسی دیتا رو پیدا کرد و بنابراین تراسش خیلی کم نیستش. در بسیار موارد دیتا توسط سنسورها جمع آوری میشن که از آن اتوماتیک جمع آوری هستن که بسیار اکورسیش بالا هستش، ورایتی دیتا بسیار زیاده. بنابراین گفتم که ذره حساب اکورسی دیتای هلت دیتای تقریبا مطمئنی هستش، چون خیلی از این دیتا هم توسط سنسورها جمع آوری میشن. از ذره ورایتی هم که میدونید که این دیتا ها از ابعاد مختلفی جمع آوری شدن و این ورایتی متفاوتی دارن. از ذره سایز که اصلا دیتا وقتی در مورد تو داره تولید میشه، شما میبینید در مورد یه بیمار چند اطلاعاتی میتونن جمع کنن، در مورد یه پزشک، در مورد یه نرس، در مورد بیمارستان چقدر دیتا داره جمع آوری میشه. یعنی والیوم دیتا واقعا زیاد است. حالا این دیتا برای پردیکتیو مدلینگ ها بسیار عالی هستن و قابل استفاده هستن، هم برای منیجمنت بیمارستان ها اینا، هم اینکه برای خود کلینیک و برای خود پزشکی قابل استفاده هستن. ولی اصلا مهمتر ولاسیتی هستش که این دیتا بتونه با سرعت بسا بررسی بشه، چون تایم سنسیتیو هستن دیتا ها، مثلا دیتای هلت و سرعت خیلی مهم هستش که بتونید اینو سریع آنالایزش کنید. اما که بحث کووید 19 هم هستش، شما ببینید که اگه هر کس زودتر بتونه اون واکسن رو تولید بکنه خیلی مهم هستش، چون میتونه واکسن بلیون ها دلار بدن بفروشه، یعنی بلیون ها دلار براش سود خواهد داشت، حالا از نظر مالی شده، از نظر یعنی کمک به جامعه هم که خب قطعا بسیار مفید خواهد بود. بنابراین دیتا مهم هستن که با چه سرعتی آنالایز بشن. از بحث هلت که در بیام، بحث بانکینگ رو من مطرح میکنم. واسه اگزمپل بانکینگ ممکنه بیشتر برای همه آشنایی بیشتر داشته، چون همه ما با بانک ها در ارتباط هستیم، همه حساب سیوینگ دارن، همه درآمدی دارن، همه حساب بانکی دارن، کردیت کارت یه جورایی دارن، همه هم که ممکنه لون داشته باشن، وام داشته باشن، حالا ممکنه مکتب دیوان نداشته باشن، ولی اینها کامپوننت های اصلی که در یک بانک
داره کامپیوتر هستی هستی که توی یک بانک حساب هست. از اون طرف هم سوشال میدیا هستش که ایمپکت خیلی زیادی رو بانک ها داره، با اینکه بانک ها با هم در رقابت هستن و اگر یک بانکی کار اشتباهی رو انجام بده سوشال میدیا بلافاصله اون پیکش میکنه و مطرحش میکنه، بنابراین ممکنه بانک مشتری خودش از دست بده بره مشتریش برن یه بانک دیگه. بنابراین خیلی بانک ها باید مواظب باشن که نتونن که یک گیر بسته به آتایی به دست کاستومرهای سوشال میدیا اینها ندن، مخصوصا در کشورهایی که رقابت بانکی خیلی زیاد هستش. طبیعیه وقتی که تو بانک سر کار دارید کاستومرهای بانک یه جوری بایستی کردیت سکور بشن و کردیت سکور بر اساس دیتاییست که توسط کاستومر اون بانک جمع آوری شده و بر اساس چندین سال دیتا یه جوری اسکوری بهش داده میشه. البته خب کردیت اسکور تنها مربوط به یک بانک خاص نیست، چون ممکنه یه نفر با 10 تا بانک کار بکنه، ممکنه یه نفر تو 4 تا بانک حساب داشته باشه، ممکنه یه نفر 5 6 تا با کردیت کارت داشته باشه. یه جوری کردیت اسکور باعث بشه لینک اینا با هم دیگه رو بتونه محاسبه بکنه. کار نسبتا پیچیده است ولی خب به راحتی انجام میشه. تقریبا مدلش ثابت شده است، این چیزا مدل ایمپلمنت شده هستش. بنابراین لیول آف ریسک یک نفر هم محاسبه میشه. الان وقتی یه نفر بازه وام میکنه باید اول لیول آف ریسکش رو محاسبه کنه، بانک بدون که آیا ریسکی داره برای بانک یا نداره که بتونه وام رو بهش پرداخت بکنه. و البته بسیار از این دیتا ها این روزه استفاده میشه برای پترن ریکوگنیشن، برای که اگر ما بتونیم پترن به حساب پروداکتی رو که یک نفر خرید میکنه پیداش بکنیم، اون پترن میتونه بسیار مفید باشه. اون پترن میتونه پترن بسیار مورد استفاده قرار بگیره. ببینید ما اگر کاستومر بانک رو داشته باشیم، کریدیت کارت ترانزکشن‌هاش رو داشته باشیم و بتونیم از اون کریدیت کارت ترانزکشن‌ها پترن پروداکت‌هایی رو که اون کاستومر می‌خره پیدا بکنیم، بنابراین برای مارکتینگ بسیار مفید خواهد بود. در یک آنالیزی که خودمون انجام دادیم رو 50,000 تا کاستومر یکی از بانک‌ها، ما تقریبا رفتیم بیوند اون پترن که بتونه یه نفر خرید بکنه، اومدیم پترن اکسس به موبایل یک کاستومر رو در بانک گرفتیم. یعنی وقتی شما وقتی موبایل فون دارید یا از روی اینترنت به حسابتون چک میکنید، در یک روزی مثلا 8 فرض کنید امروز 8 حساب امروز چک کردید و چند دقیقه روی حساب اپلیکیشن باز بوده و بعد بستید، بعد دوباره مثلا ساعت 12 چک کردید، دوباره ساعت 1 چک کردید، بعد یه هفته چک نکردید، دوباره ساعت 7 بعد چک کردید، پترن اون موبایل اکسس رو گرفتیم برای 50,000 تا کاستومر در بین جنوری تا اکتبر 2017 و این برای ما 8,900,000 تا رکورد ایجاد کرده که دقیقاً زمان به حساب ایجاد زمانی رو که یک نفر دسترسی پیدا کرده و تایمش و دیوران کانکشن شما گرفتیم. و از اون طرف هم یه دیتای دیگه رو از همون کاستومرا گرفتیم که بوده 400,000 رکورد از پرچس هیستوری بوده، یعنی خریدای کاستومرا داشتن، نه که از بانک داشتن، کاستومرا خریدای رو کریدیت کارتشون داشتن. برای همون سین کاستومرا اومدیم کریدیت کارت هیستوریشون هم گرفتیم، بنابراین هر پروداکت رو که خرید کردن این پرچس آیدیش مشخصه، تاریخ و زمانش مشخص بوده. ما این آیدیا رو اومدیم بررسی کردیم. دیتا البته همونطوری گفتم 50,000 تا کاستومر بودن، درسته، ولی خب 50,000 تا کاستومر در زمانهای مختلفی حساب لاگین کردن به اکانتشون و 8,900,000 تا رکورد ایجاد کرده. البته ما پرچزار رو به حساب خریدارا رو در سطح دیساگریگیتد داریم، ولی اومدیم اینا رو دستبندی کردیم. مثلا چند نفرشون برس کنید اومدن کردیت کارتشون رو در مورد هلت اینشورنس بررسی استفاده کردن، چند نفر در مورد مورگیج پیمنت بوده، چند نفر در مورد نوم و پروداکت های دیگه هم که اینا داشتن، اینا رو ضمناً آوردیم. مثلا یه نفر اوور طرف اگه داشته اونم گرفتیمش، اگه لایف اینشورنس داشته اونم گرفتیم. پس یک سری پروداکتوری که حالا اینا بیشتر لیستی که من اینجا نوشتم بیشتر مورد استفاده بانک بوده و مورد استفاده این پروژه بوده که می‌خواستیم بررسیش. البته سوال شده که اگه 50,000 تا همزمان لاگین کنه، خب 50,000 رکورد ایجاد میشه قطعا. ما اومدیم این حساب لاگین افراد رو سیگنیفیکانت کورلیشن رو بین پروداکتایی که خریداری کردن پیدا کردیم. مثلا فرض کنید در مورد اونایی که لایف اینشورنس دارند، ما پیدا کردیم به کسانی که کاستوم لون دارن و لایف اینشورنس دارن تعداد خیلی زیاد است. این حتما قشنگ نشون میده که تعداد زیادی لایف اینشورنس و کاستوم لون دارن. البته این طبیعی هستش، برای که اکثر بانک ها میخوان کسانی که کاستوم لون میگیرن یا وام میگیرن حتما لایف اینشورنس داشته باشه، یعنی فورسشون میکنن یک جوری بهشون میفروشن، میگن شما اگه لایف اینشورنس بخری ما بهت لون میدیم.
یه جوری دارن فورسش میکنن که این کارو بکنن. ولی مثلا یکی از چیزهای جالبی که ما اینجا پیدا کردیم، کسانی که حساب سیوینگ پلان دارن و سیوینگ اکانت دارن، یعنی دو تا چیز متفاوت هستش. کسی که سیوینگ اکانت داره و کسی که سیوینگ پلان داره. سیوینگ پلان داره این هر ماه میگی من 100 پوند یا 1 میلیون تومان میذارم کنار، حالا تو سیوینگ اکانتش یه مقدار پول هست، ولی بازم مرتب میگه من 1 میلیون تومان 2 میلیون تومان هر ماه اینو میذارم کنار، یه پلان خاصی داره. خب این خیلی مفید است برای بانک بدونه آیا چرا مثلا کسانی هستن، چه کسانی هستن و چه افرادی هستن، چه پترنی هستن که به سبب این کار رو انجام میدن که سیوینگ پلان دارن. ما بیشتر از این که میخواستیم از این دیتا استفاده کنیم، بیشتر برای این بودش که ما بر اساس ترانزکشنی که روی موبایل فون دارن بیام ببینیم که چه پروداکت رو اینا خریداری میکنن، یعنی آیا میشه از روی ترانزکشنی لاگینی که دارن هر روز انجام میدن بشه بفهمیم چه پروداکت رو انجام میدن، که اطلاعات خیلی خوبی رو به دست آوردیم. من اسم بانک رو نمیتونم بگم چون این دیتا خیلی به حساب کانفیدنشال هست، ولی به صورت اطلاعات خیلی جالبی به دست اومد. زمان ساعتی رو که افراد لاگین میکردن توی موبایل فونشون در ماهای متفاوت، مثلا ما به خوبی دیدیم مثلا شما نگاه کنید در ماه فوریه در این ساعت تعداد خیلی کمی هستن که لاگین میکنن. این هیچ وقت به خوبی نشون میده که البته ما در روزش هم داریم، حالا من در ماه اینجا نشون، در ماه فوریه مثلا در بین ساعت مثلا 9 تا 11 خیلی کم افراد هستن که لاگین میکنن. آخه چرا؟ چه دلیلش چیه؟ چرا مثلا در اون ماه افراد خیلی زیادی لاگین نمیکنن؟ علتش چی هستش؟ اینو البته ما خود یه دلیلش هم هستش، چون این البته اگریگیت شده فوریه هستش، ما فوریه خودش 28 روزه هستش، در واقع تعداد کم هست چون نسبی نیست، یه تعداد مطلق هستش. ولی مثلا در جنوری ما دیدیم که افراد در اینجا خیلی لاگین میکنن، تعداد خیلی لاگینی هست در صبح هستش لاگین میکنن. چرا؟ علتش چیه؟ وقتی بررسی کردیم و دیدیم مثلا ببینیم اون افرادی که لاگین میکنن، ببینید اون افراد کسانی هستن که تو دسامبر که مثلا کریسمس بوده، قبل از تعطیلات جنوری بوده، یه مقدار زیادی خرید کردن. خب معمولا تو کریسمس افراد خرید زیاد میکنن، بعد پرداختشون میفته تو جنوری و تو جنوری اینا یه درگیری شدید دارن که این پول رو چجوری تهیه کنن بدن. برای من هر روز هی صبح لاگین میکنن چقدر تو حسابشون هست، چقدر مونده، چقدر باید پرداخت کنن. و اونجا زمانی است که میشه مثلا بانک افراد رو مشخص کرد، اگه افراد مورد اعتبار به حساب از نظر ریسک پایین ریسک هستن، بشه بانک بهشون یه جوری وام داد، بگه شما مثلا اگر میخواید بهتون این بانک میتونه به شما مثلا 10000 تومان دلار یا 10000 پوند بهتون وام بده، ما یه جوری اونا رو تارگتشون کرد برای یه پروداکتایی که خود بانک‌ها دارن. در یکی از سخنان دیگه هم من گفتم وقتی که این رو بررسیش میکردیم، البته هیچ ارتباطی به خود حساب ترانزکشن های خود بانکی و هر از اینا و مخارج و این چیزا نداشت، ولی ناگهانی ما دیدیم که در اینجا در ماه جون در ساعت حدود مثلا 10 شب تا 11 شب یا حتی نصف شب افرادی هستن که اینجا لاگین میکنن اینجا، ولی بیشتر در اینجا متوجه شدیم که افراد دارن یه دی دارن لاگین میکنن. افرادی که همچین پترن رو در جاهای دیگه نمیبینید، شما در ماه دیگه نمیبینیدش. این برای خودمونم جالب بود که ما بررسی کنیم این افراد کیا هستن، چجوری اگه در این موقع شب دارن لاگین میکنن، یعنی بعد از تقریبا درست قبل از نیمه شب دارن لاگین میکنن. بعد که بررسی کردیم دیدیم که ماه جون ماه رمضان بوده در اون سال و طبیعتا این افراد باید مسلم میبودند و بعد از افطار در حفظ اینا میومدن چیکار میکردن، به حسابشون دسترسی میکردن یا بیکار بودن یا به هر تعطیلی در طول روز فرصت نکرده بودن اومدن در حساب اکانتشون رو چک کنن. البته این میگم یک چیزی نبود که واقعا بخوام از این پروژه ما درش بریم، ولی به خوبی قابل بررسی است، قابل پیدا کردن هستش. برای خیلی اطلاعات دیگه رو هم که اصلا مربوط بانک نیستش میشه در آوردشون اینجا از این ترانزکشن ها. حتی ما اومدیم حساب هیت مپ های متفاوت رو برای پروداکت های متفاوت بر اساس ساعت هایی که در روز اینا لاگین میکردن در آوردیم و اون حساب کانکشن دنسیتی رو پیدا کردیم. شاید بشه از اونها یه پترن هایی در آورد که مثلا فرض کنید اگه بانک بناس مورگیج رو به کسی بده یا اگه بناس یه این لایف اینشورنس بفروشه به چه کسانی بفروشه بر اساس لاگینی که به اینترنت دارن انجام میدن، لاگینی که به موبایل فونش رو انجام میدن. بسیار دیتای مفید و بسیار دیتای قابل استفاده بود. یه مورد اگزمپل دیگه ای رو که میخواستم مطرح کنم بحث انرژی هستش. الان سمارت میتر ریدینگ فکر میکنم تو ایران هم هست، در اینجا که در انگلیس و آمریکا و بسیار کشور صنعتی همه اسمارت میتر ریدینگ استفاده میکنن. یه دستگاهی است که به
کنترل برق وصل میشه و تو خونه تون دستگاه رو دارید، نشون بده مرتب که مثلا در روز چقدر مصرف کردید، در مثلا همین الان از صبح تا الان فرض کنید چقدر حساب برق مصرف شده، و حتی اگر دقیق تر بخواید میتونید اون رو بر اساس پروداکت و چیزا ساعت و دقیقه و همه چیز رو میتونید بگیرید، بر اساس اون باجش هم مشخصه مثلا هزینه چقدر شده، این هم مصرف کیلوواتشون نشون میده هم هزینه شون نشون میده. خب این دیتا بسیار دیتای مفیدی هستش که اگه ما بتونیم دیتای میزان مصرف الکتریسیتی خونه ها رو جمع آوری بکنیم و اون دیتا رو آنالایزش کنیم. ما اومدیم در دیتایی که از حدود 2500 خانواده مربوط به نوردن آیلند هستش اطلاعات جمع‌آوری شده بود استفاده کردیم. اطلاعات بسیار زیادی از این افراد جمع‌آوری شده، در مورد بحث اطلاعات هم که جمع‌آوری شده در مورد بحث پترنای به حساب بود که بشه از اون پترنا به در آورد که آیا میشه یک جوری الکتریسیتی افراد رو خونه ها رو کم کرد یا بهشون یا پردیکت کرد یا بهشون آفر کرد که این کار رو انجام بشه یا نشه. بسیاری از حساب آنالیزایی که تا حالا در این موارد شده توسط کمپانی ها شده، نه از دید کمپانی انجام شده، مثلا کمپانی هایی که پرووایدر هستن که حساب الکتریسیتی رو در اختیار کاستومر قرار میدن، میخواستن این کار رو آنالایز کنن که ببینن که چیکار بکنن که آیا این افراد یا کمتر مصرف بکنن یا بیشتر بتونن بفروشن بهشون، چون بالاخره رقابت هستش، کمپانی متفاوت الکتریسیتی رو میفروشن توی انگلیس، یه جوری بتونن افراد رو جذب کنن، کاستومر بیشتری جذب کنن، خونه‌های بیشتری رو جذب کنن که این الکتریسیتی از اونها بخرن. ولی در مورد این مورد بحث سر کمپانی ها نبوده، بحث سر افراد بود، یعنی بیشتر از دید کانسیومر مصرف کننده در واقع به اطلاع جمع آوری شده. اطلاعات بسیار زیادی هستش، من 75 مورد سوالشون اینجا نوشتم، ولی تعداد سوالات بیشتری هم هستش که جمع آوری شده. این سوالات البته بیشتر من رفتار یا افراد هستش، ولی اطلاعات دیگه هم هستش که جمع آوری شده. لیست این اطلاعات تو این پیپر که همین یک ماه پیش هم چاپ شده اومده. مثلا ما در مورد ایج داشتیم، سن افراد داشتیم، در مورد شغل داشتیم، در مورد کار میکردن، در مورد مثلا چند تا بچه دارن، خونه اصلا رنتیه یا مال خودشونه، این طور چیزا اطلاعات داشتیم و همچنین اطلاعات در مورد مصرفشون هم داشتیم، همچنین اطلاعات در مورد تعداد اپلیکنت ها، یعنی آیا ماشین دارن، زباشویی دارن یا به اصطلاح دستگاهی که تو خونهشون یه جوری به برق وصلش، همه اینا جمع‌آوری شده، اینا بررسی شده. از اون طرف اطلاعات مربوط به مصرف رو هم 15 دقیقه داریم، یعنی در واقع اطلاعات در ثانیه به ثانیه موجوده، ولی خب ما برای آنالیز این دیتا 15 دقیقه لازم داشتیم دیگه، لازم بود خیلی دقیقه بریم، ولی اطلاعات اگه بخواید دقیقه هم موجود هستش. در مورد این 2500 تا کاستومر این اطلاعات خیلی وسیعه، شما فکر کنید 15 دقیقه اطلاعات داره، همینطور میاد و اطلاعات داره فرض کن برای یه سال جمع آوری شده و این اطلاعات رو میخوان بررسیش بکنید، علاوه بر اینفورمیشن مربوط به کانسیوم الکتریسیتی که استفاده کردن، اینفورمیشن پترن خود به حساب انرژی که استفاده کردن و سایر اینفورمیشن باید خود افراد و اینفورمیشن باید خونه ها رو هم جمع آوری کردیم و یه آنالیز بسیار جالب انجام شدش که اگر اسمارت میتر ریدینگ یعنی زنیم دارم تو ایران رواج پیدا کرده، نگه یادم من شنیدم که یکی از کمپانی ها داره میاره نصب میکنه، بتونه اون دیتا رو در اختیار افراد بذاره، بسیار مفید خواهد بود که این پیپر دومش هم در اینجا چاپ شده، هر دو تا پیپر توسط یکی از همکارانمون که ایرانی هم هستش با کمک ایشون انجام شده و هر دو تام چاپ شده و بسیار به حساب دیتای خوبی هست، قابل استفاده است. البته عرض کنم که از این دیتا حالا علاوه بر این که میشه در مورد مصرف و پترن مصرف و اینها استفاده کرد، بسیاری کارهای دیگه هم میشه انجام داد. ببینید شما وقتی که اسمارت میتر ریدر در خونتون داشته باشید، رو موبایل فونتون میتونید مرتب مصرف برقتون رو بگیرید، یعنی مرتب میتونید نشون بدید که مصرف برق الان مثلا 10 دقیقه پیش چقدر، یک ساعت پیش چقدر، دو ساعت پیش چقدر، مرتب میتونید منحنیشو بگیرید و میتونید یه که الارت هم بذارید که اگه یه دفعه مصرف برقتون مثلا یه دفعه اینقدر شد بهتون یه دفعه پیام بده، یه مسیج براتون بده که مصرف برقتون رفت بالا. یه کار خیلی جالبی که توسط گروه دیگه انجام شده اینه که حالا من واردش نمیشم، اینه که اومدن از این حساب پترن مصرف برق برای دزدگیری استفاده کردن. یعنی شما وقتی که به خونه نیستید
قطعا مصرف برقی نداره که مصرف برق شما ثابت، چون مثلا ممکنه یه لامپ روشن بشه یه یخچال روشن بشه، وقتی یخچال روشنه و یه لامپ هم روشنه و خونه هم نیست مصرف برق شما کانستانت ثابت. حالا اگه سالندی یه دفعه بیاد یه لامپ دیگه روشن بشه نشون میده یه اتفاق افتاد تو خونه شما. بنابراین اگه الان بذارید تو موبایل فونتون که اگر همچین اتفاق افتاد که مصرف برق تو مثلا تاریخ از امروز تا در روز دیگه من نیستم تغییر کرده شما الارت کنه، چون بلافاصله متوجه میشه که یه اتفاق تو خونه افتاده. حالا این ممکنه مثلا یه دوز اومده باشه تو خونه و برق رو روشن کرده باشه. بنابراین به راحتی از این دیتا میشه همچین استفاده های دیگه و بسیار استفاده های دیگه هم میشه انجام داد. ما در یک دیتا آنالیز دیگه که انجام دادیم اومدیم دیتا ماینینگ استفاده کردیم، دیتا ها رو و گونه ها رو به گروه های مختلفی کلاسترهای متفاوتی حساب آنالیزشون کردیم و دیدگاه های متفاوت. مثلا در این آنالیزی که اینجا در سمت راست میبینید خیلی واضح هستش که 3 تا گروه خونه متفاوت هستش اینجا. خب طبیعیه وقتی میخوام اینا رو بررسیش کنیم یه پردیکتیو مدل بزنیم نمیتونیم این دیتا رو میکس هم مچش کنیم، باید تو کلاستر خودشون آنالیزش بکنیم و ریزالت های خیلی جالبی هم برای کلاستر، هم بر اساس کلاستر مانتلی که من اینجا ریپورت کردم، هم بر اساس کلاستر 24 ساعته که ساعت به ساعت حتی ریپورت شده به دست اومده که بسیار مفید از هم برای بیشتر گفتم دیدگاه ما در این آنالیزیس کانسیومرها بودن، خود افراد خونه ها بودن به جای شرکت ها باشن، چون می‌خواستیم به خود افراد بگیم که مثلا شما فرض کنید این کارو می‌تونید بکنید که مصرفتون بیاد پایین، اگه این کار انجام بدید این پترن استفاده کنید براتون بهتر هستش. بنابراین یه بیگ دیتا اگزمپل دیگه توی این زمینه انرژی. یه اگزمپل دیگه بگم در مورد گیم هایی که رو موبایل فون ها حساب ران میشه و افراد استفاده میکنند. یه دیتایی رو جمع آوری کردیم در مورد خب این گیم ها، البته میدونی که بعضی رو معتقد هستن که گیم هایی که خشن هستن تأثیر میذاره روی کرایم تو جامعه. یه وقتی تعداد زیادی دارن گیم های خشن رو بازی میکنن میزان کرایم میره بالا. البته بعضی هم نظر برعکسش دارن ولی خب ثابت شده که کرایم میره بالا. مثلا در سال 2000 وقتی که کال آف دیوتی اومدش به حساب یه دفعه یه تعداد زیادی این گیم رو بازی کردن. یه آنالیز دقیقی تا حالا بصورت خیلی آنالیز زیاد انجام شده ولی یه آنالیز دقیقی که بخواد خوب انجام شده باشه در سطح دیس اگریگیتد زن در سطح دیتای خیلی خیلی پایین ها، در سطح دیتای خیلی اگریگیت شده یا آنالیز انجام شده، چون دیتای اگریگیت شده مثلا میگه در این در هر سال اینقدر ما افراد بازی کردن، در هر سال اینقدر کرایم داشتیم. ولی وقتی بخوام خیلی دیس اگریگیت بریم و خیلی بریم به سطح خیلی پایین دیتا رو بررسیش کنیم خیلی آنالیز دقیقی هنوز انجام نشده. ببینید یک گیم دوتا تو به عنوان نمونه در یک روز بیش از 1 میلیون بازیکن داشته. خب اگه ما بتونیم یه جورایی این 1 میلیون بازیکن رو پترن دیتاش رو پترن افراد رو کسانی که بازی میکنند بتونید بگیرید از اپایی که دارن این کار انجام میدن، البته خب فکر کردم چه دیتای خیلی سخته در حد شخص با شخص، ولی به طور کلی بعضی از این دیتا الان اویلیبل هستش که هم از حساب گوگل میشه پیداشون کرد، هم این دیتا از اندروید هم اپ اندروید هستش به حساب هم از روی آیفون. ما در یک آنالیزی که اومدیم انجام دادیم اومدیم دیتاهای مربوط به افرادی رو که بازی میکنند در روز به روز، چند نفر در هر روزی بازی میکنند، مثلا در طول ماه فرض کنید در سال 2016 1,200,000 نفر همزمان داشتن این گیم رو بازی میکردن و بعد مثلا این کاهش پیدا کرد، حالا این یه پترنشون. ما اومدیم دیتای مربوط به گیم رو که روز به روز هستش اگریگیت شدهش هم مقابل نارم این ریپورت میکنم اینجا میبینید، این دیتا رو اومدیم گرفتیم دو ایس هستش، البته مثلا چند نفر با پلیس کشته شدن، چند نفر گانفایر اینسیدنت بوده، فرض کنید چند تا ریپ بوده، چند تا دزدی بوده، همین این دیتا رو جمع‌آوری کردیم به تعداد دقیقا بریم که این روز کنید این چند نفر اتفاق افتاده، از اون طرف هم چند نفر چه بازیاری کردن اون هم هستش. دو تا دیتا رو اومدیم با هم مچ کردیم، ببینیم آیا لینک بین تعداد کسانی که گیم های خشن رو بازی میکنن و آیا کرایم توی جامعه هست یا نیست. خب این یه بیگ دیتا رو ما تولید کرد، چون ما بتونیم این دیتا رو از سال پس 2013 تا 2018 جمع آوریش بکنیم، البته این حساب منحنی که میده مربوط به یوکی هست ولی اصل دیتا ما مربوط به US. اگه ما بتونیم این دیتا رو جمع آوری کنیم و پترناش رو پیدا بکنیم این جوری میتونیم اینا رو آنالیزش بکنیم. بعد که ما آنالیز کردیم دیدیم آره واقعا یه ربطی داره به گیمای خشن، روزایی که گیمای خشن بیشتر بازی شده کرایم ها بعدا با یک لگ تعداد کرایم زیادتر شده ولی پترنش کاملا قابل مشاهده هستش. بعد ما اومدیم برای همین پروژه
اومدیم ببینیم که آیا این پترن میتونه یه جوری کنترل بشه یا نه. ما یه دیتا دیگه رو پیدا کردیم همزمان. ما دیتا رو لینک کردیم که دیتا مربوط به پرسنت آن ایمپلویمنت هستش و به اصطلاح آقایونی که بین 18 تا 24 سال هستن که بیشتر گیم ها رو بازی میکنند. بنابراین این هم یه دیتای به ما تولید کرد که همونطور که می‌بینید واقعا این بیگ دیتا هسته، چون شما میلیون‌ها نفر دارن هر روز بازی میکنند و تعدادی کرایم هم انجام میشه. اگه بشه اینا رو لینک کرد به این، یه جوری میبینید که این قابل بررسی هستش. وقتی دیتای آن ایمپلویمنت افراد سنی هم ما بررسیش کردیم، دیدیم که آره واقعا یه لینک بسیار واضحی مشاهده میشه بین کسانی که گیم بازی میکنند و کرایم ریت توی اون جامعه. و وقتی اومدیم اپلای کردیم به اصطلاح آن ایمپلویمنت ریت رو بررسیش کردیم و اونا رو بیرون کردیم، دیدیم که نه این حساب پترنه دیده نمیشه. یعنی خیلی واضح بود که آن ایمپلویمنت ریت تقریبا تاثیر زیادی میذاره این آمار کنترلی رو واردش کرد. بنابراین بیگ دیتا تو خواهم میگم تو همه جا هستش، یعنی هر جایی که در نظر بگیرید بیگ دیتا هست و بیگ دیتا همونطور واقعا داره تولید میشه با سرعت خیلی زیاد. هر اپلیکیشنی رو در نظر بگیرید میتونم بگم که دیتا داره تولید میشه. اینو بگم که همه دارن دیتا رو جمع آوری میکنند، یعنی وقتی تو خونه نشستید یه وبسایت رو ملاحظه میکنید، اون وبسایت داره دیتا رو جمع آوری میکنه. اون پترن دیتایی که شما اون وبسایت جمع آوری میکنه بسیار مفید هستش. ولی شما وقتی یه پرواز بوک میکنید، از موقعی که بلیط رو میخرید تا موقعی که سوار پرواز میشید و خارج از و به سوار پرواز انجام میشه، این دیتا قابل کنترل هم هستش، قابل بررسی هم هستش. یعنی میشه راحتی این دیتا رو آنالایزش کرد. این یه بیگ دیتا تولید میکنه برای که میلیون ها نفر دارن پرواز میکنن. فقط خودمون افراد نیستن که دیتا تولید میکنن. وقتی پرواز انجام میشه داره مرتب سیگنال میفرسته. اون سیگنال که داره میاد به برج کنترل داره دیتا تولید میکنه. بنابراین دیتا همینطور دارن تولید میشن. در یک آنالیزی که حالا من اینجا مربوط پرواز نیست، ولی حالا این که رو من نشون میدم که مربوط پرواز هستش، ببینید وقتی که چون بحث اینجا میخواستم ویژوالیزیشن یا خود مطرحش بکنم، این یک کراس فیلترینگ هستش. اینجا یه دیتای مربوط به 250,000 فلایت جمع آوری شده. 250,000 فلایت، ولی 250,000 تا فلایت زمان پرواز تایم اف دی چه زمانی بوده، زمان رسید پرواز که نشسته، چقدر فاصله، چقدر چند مایل پرواز حرکت کرده و در چه روز و چه ساعتی اینا بوده، همشون رکورد شدن این دیتا. خب وقتی ویژوالیزیشن تو بیگ دیتا اینجا مطرح میشه که حالا ما میخوام این دیتا رو ما استاد ویژوالیزش بکنیم، یه الان بخواب این 250,000 رو بزنه توی اکسل رو بخواب توی اکسل یک تیبل درست کنید و یک فیلتر کلاس فیلتری بزنید، کار خیلی ساده ای نیست. ولی یک ویژوالیزیشن خیلی ساده روی اینجا که جاوا اسکریپت نوشته شده به راحتی ببینید که این ویژوالیزیشن چقدر میتونه مفید باشه. من الان مثلا میخوام ببینم در بین فوریه 2011 تا فوریه 2018 چند تا فلایت بودن که دیلی شدن. ببینید با یک کراس فیلترینگ ساده تمام فلایت ها رو اینجا برای من نشون میده، ولی این کار 17900 تا فلایت بودن در این تمام هفته. اگه من بخوام اینم اون 17900 تا فلایت چند تاشو فرض کنه دیلی داشتن بیش از 40 دقیقه، من نشون میده 2600 تا دیلی داشتن بیش از 40 دقیقه. اگه بخوام ببینم که اون 2600 تا که دیلی داشتن در چه ساعتی، مثلا چند تاشو بعد از ساعت 8 شب بودن، ببینید 737 تاش بعد از ساعت 8 بوده و لیستش هم اینجا نشون میده چه روز و چه ساعتی هم بوده. اینو بهش میگن ویژوالیزیشن اف بیگ دیتا. شما یه دفعه میلیونز اف رکورد دارید و میخواید اینو ویژوالایزش کنید. بسیار لایبرری خوبی هستش که میشه این کار رو انجام داد. در یک پروژه که خودمون انجام دادیم، ما اومدیم دیتای مربوط به کمپانی ها رو گرفتیم، کمپانی هایی که توی انگلیس رجستر شده از ابتدا تا کنون، از سال 1920 تا الان تعداد کمپانی هایی که توی انگلیس رجستر شده رو گرفتیم. حالا اسم کمپانی هست، کمپانی نمبر هست، آدرسشون هست و کتگوریشون هست، در چه زمینی کار میکنن، درآمدشون چقدر بوده سالانه، همه این اطلاعات هست، در محل کجا هستن. یک کلاس فیلترینگ سادی که اینجوری بشه انجامش بدار انجام دیدیم که روی گیتهاب هم الان اویلیبل هست، کسانی که بخوان ببینن میتونن مراجعه کنن اونجا ببینن کداشو. وقتی اینو پرزنت کنی به کمپانی هاست که مال رجیستریشن کمپانی هاست،
خیلی براش مفید است، یعنی برای دیسیژن میکر این ویژوالیزیشن خیلی مفید است، خیلی ساده. اونجا نشسته پشت یک داشبورد و با یک حرکت ماوس خیلی ساده میتونه سریع ببینه که چه کمپانی در چه تاریخی حذف شدن یا به حساب رجیستر شدن، در چه پستکدی بودن، در چه لوکیشنی بودن، همه اینا رو به راحتی میتونن ببینن. و بعد آنتاگوپین ما اومدیم یک آنالیز دیگه رو انجام دادیم و هاوس پرایس رو گرفتیم از لینک کردیم به کمپانی رجیستریشن. ببینید میخواستیم ببینیم که آیا در شهرها، حالا در پستکد ها حتی که از شهر نامتون میتونه خیلی به حساب رجیستر باشه، آیا میشه هاوس پرایس رو، قیمت خونه رو بر اساس تعداد کمپانیایی که اونجا رجیستر شده یا انواع کمپانی که اونجا رجیستر شده محاسبه کرد یا نکرد؟ خب تعداد هاوس هایی که فروش شده میلیونز اف هاوس، یعنی هر ماهی بیش از 100,000 تا هاوس، 120,000 تا الان از شما می در اپریل 2005 مثلا بیش از 120,000 تا هاوس خرید فروش شده. و در همون ماه ما اومدیم ترانزکشن های هاوس ها رو گرفتیم و ترانزکشن های کمپانی هایی که رجیستر شده، این کمپانی هایی که دیسال شدن هم گرفتیم و یه لینک بین اینا برقرار کردیم. این میلیون ها رکورد ما کمپانی رجیستریشن داریم، میلیون ها رکورد ترانزکشن خرید فروش هاوس ها داریم. و اومدیم یه آنالیز انجام دادیم که ببینیم آیا همچین لینکی هست یا نیست. آره دیدیم که آره واقعا در بعضی جاها که تعداد کمپانی بیشتر رجیستر شده قیمت حاصل مثلا چقدر تغییر کرده. خب این خیلی برای دیسیژن میکر، برای اون اینوستمنت ها، مخصوصا اونایی که اینوستر هستن، اونها خیلی مفید هستش که اگه میخوان جایی رو خرید و فروش کنن یا حوزه رو میخوان بسا سرمایه‌گذاری کنن بتونن استفاده کنن. این یه اگزمپل دیگه از بیگ دیتا هستش. مثال ها واقعا زیاده، من نمیدونم ادامه بدن یه که همینجا تمومش بکنم و اگه سوالی هستش بپرسید. من یه اگزمپل دیگه رو میخوام بگم در مورد بیگ دیتا و اکسیدنت هست. بیشتر اگزمپل هایی که گفتم اگزمپل هایی کاری که خودم انجام دادم و خودمون به صورت دانشگاه انجام دادم. یه دیتایی هست اینجا که جمع آوری شده در اویلیبل هست در انگلیس، مربوط به تصادفات هستش. این دیتا در سطح خیلی خیلی پایینی تهیه شده، یعنی اطلاعات خیلی دقیق وجود داره از اکسیدنت دیتا. ما در اکسیدنت ایندکس رو داریم، پلیس فورس رو داریم، اکسیدنت چقدر بسیار مهم بوده رو اونم داریم، تعداد کارهایی که به حساب ماشینایی که به حساب درگیر بودن، چند نفر زخمی شدن، در چه روز و چه ساعت و چه روز دی و دقیقه ساعتش چقدر، حتی لوکیشنش رو داریم، یعنی دقیقاً طول عرض جغرافیاییش رو داریم، موجود بوده. حساب اینفورمیشن در مورد رودش رو داریم، اون خیابون، اون جاده، اون حساب چه وضعیت داشته، چه نوعی رو بوده. بعد از اون طرف مثلا سرعت لیمیتی که تو اون جاده بوده چقدر بوده، نه که سرعت راننده، سرعت لیمیتی که تو اون جاده بوده، مثلا جاده این جاده سرعت لیمیتش فرضاً 30 تا یا 40 تا 60 تا، اون رو داریمش. آیا این نزدیک جانکشن بوده یا نبوده، یا همه اطلاعات جمع‌آوری شده. از اون طرف اطلاعات مربوط به خود نوع کار، ماشینی که به حساب درگیر اکسیدنت بوده اونم جمع‌آوری شده، یعنی این ماشین چه نوع ماشینی بوده، مدلش چی بوده، فرض کنید حساب اینا همه جمع‌آوری شده. اطلاعات خود فرد درایور هم جمع‌آوری شده، اون مرد بوده یا زن بوده، سنش چقدر بوده، خود انجین کپاسیتی ماشین چی بوده، اینا همه هم جمع‌آوری شده. از اون طرف اینفورمیشن مربوط به کژوالتی و اونایی که به حساب مصدوم شدن اونم جمع‌آوری شده، چون ممکنه یه نفر دو نفر چند نفر تو یک اکسیدنت مصدوم شده باشن، اون اطلاعات هم جمع‌آوری شده، هم از نظر حساب سکسشون، هم از نظر ایجشون، هم حساب جنسیتشون و مخصوصاً بودن، هم سنشون و بقیه اطلاعات و چقدر صدمه بهش وارد شده. اطلاعات وسیع، واقعا وسیع و اطلاعات موجود هست، کسی بخواد میدونه در اختیارش بذاره، مشکلی نیستش. این سه تا دیتا ست وقتی که اومدن و سه تا دیتا ست رو با هم مرج کردیم، میلیونز ها رکورد ایجاد میشه، چون هر سالی مثلا بیش از 250,000 تا اکسیدنت هستش، مثلا در 5 سال میشه مثلا 1,700,000 تا 800,000 تا 2,000,000 رکورد اکسیدنت. این اکسیدنت ها رو از نظرهای متفاوتی اومدیم بررسی کردیم، یا مدل های به پردیکتیو مدلینگ دادیم، بیشتر مربوط به دیتا ماینینگ هستش، ولی خب حالا بیگ دیتا به علت این که از سورس های متفاوتی استفاده شده میتونستش رو بیگ دیتا بذاریم. هم مدلی که انجام شده فرض کنید ما اومدیم پردیکت کردیم ببینیم اکسیدنت در چه جاده‌ای ممکنه بیشتر اتفاق بیفته، در چه درجه هوایی، در آیا روز برفی بوده، روز بارونی بوده. این اگر تبدیل بشه یک پردیکتیو مدل بسیار مفید هستش، برای که شما فرض کنید اگر در یک روز برفی بتونید حدس بزنید در کدام جاده ممکنه
به اصطلاح اکسیدنت بیشتری داشته باشه خیلی مفید هستش، برای که میتونه آمبولانس و پلیس در اون جاده مستقر بشه که اگر همچین اکسیدنتی اتفاق افتاد بتونه اینا رو انجام بده، بذارید کمک بیشتری بشه. و لازم نیست مثلا آمبولانس پلیس به جاده‌ای بره که اصلا ممکن اکسیدنت پیش نیاد، اگه بتونید پردیکت مدل خوبی بزنیدش. و همینطور نیروی مثلا اگه لازم هستش مثلا در اون روزها در روز شما حتی روزا رو داشتیم میتونستیم مثلا پیش بینی کنیم در آیا در آخر هفته اکسیدنت بیشتر میشه یا در اول هفته بیشتر میشه. حتی در یک انالیز دیگه تو همین دیتا انجام میدادیم رو تعطیلات هم بررسی کردیم، مثلا تو کریسمس آیا اکسیدنت بیشتر انجام میشه یا کمتر انجام میشه یا در چه ساعتی ممکنه اکسیدنت بیشتر شه. بسیار دیتا میدی هست اگه افراد بتونن چه دیتا رو دسترسی پیدا کنن تو ایران خب قابل استفاده است. به نظرم کار خیلی جالبی میشه انجام داد. این بحث اکسیدنت ها خیلی هم بعض اوقات برمیگرده به اسمارت سیتی. الان مثلا یکی از چارهای مربوط به لندن بود و شما میبینید که سی سی تی وی همینطور دارن کار میکنن که دیتا ها رو جمع آوری کنن. خب این دیتا ها وقتی جمع آوری میشه یه جوری بایستی استفاده بشه دیگه، و استفاده هم که میشه بیشتر به خاطر دیسیژن میکر ها هستش که بتونن این دیتا رو در اختیار دیسیژن میکر ها قرار بدن. ببینید وقتی که ما بحث اسمارت سیتی میکنیم موارد متفاوت رو میشه بررسی کرد در اسمارت سیتی، چون از بعدهای متفاوتی میشه اینو بررسیش کرد. ولی من خیلی بریفلی حالا اینجا چند تعریف متفاوت اسمارت سیتی رو آوردم، برای که اسمارت سیتی خودش به بیگ دیتا برمیگرده. ولی میخواستم اینو بگم که حالا در اسمارت سیتی مثلا یوکی دپارتمنت آف بزنس تقریبا میاد اسمارت سیتی رو یه جوری تعریفش میکنه که چی هستش، و در واقع اسمارت سیتی تعریف میکنه به یک پروسس rather than static outcome. مثلا یه پروسس هست اسمارت سیتی، برای که اینوال هستش به تعداد خیلی کامپوننت های متفاوتی. یک چیز ثابتی، یک فرد خاصی نیست، یک کمپانی خاصی نیست، یک بسیار اپلیکیشن خاصی نیست، یک پروسس هستش که بتونه افراد، برای این پروسس برای این هستش که بتونه سیتیزن رو منیج کنه، یعنی یه جوری به سیتیزن کمک بکنه. باز در یه تعریف دیگه میبینید که این باز برمیگرده به شهروندان، در واقع یه جوری یه انوایرمنت رو ایجاد بکنه که یک انوایرمنت خوبی باشه، افکتیو باشه برای شهروندان. IBM هم وقتی اینا تعریف میکنه اسمارت سیتی رو، باز هم اونا تعریفش میکنن برای بهتر understanding of the result، یه جوری تعریف میکنن که بیاد این یه جوری کمک بکنه به quality of life، یعنی یه جوری بیاد کمک بشه به زندگی شهروندان. این تعریف در واقع اسمارت سیتی هستش که چطوری میشه اینو رو به حساب استفاده کرد که به شهروندان کمک بشه. حتی در یه تعریف دیگه که با در انگلیس انجام شده، اصلا بحث اسمارت سیتی وقتی مطرح شده گفته میشه که اسمارت سیتی در واقع هم برمیگرده به اسمارت سیتی، یعنی شهروند هستش که در واقع اسمارت هستش. همه چیز برمیگرده به شهروندان، همه چیز برمیگرده به یه جوری کمک به شهروندان. این بحث اسمارت سیتی هستش. خب مراجع زیادی پیش بینی شده الان در اینجا، مثلا یه نفر یه شرکت پیش بینی کرده 1.5 تریلیون امسال به اساس سرمایه‌گذاری میشه تو اسمارت سیتی. اسمارت سیتی بحث متفاوتی هستش، به اساس اپلیکیشن ها متفاوتی داره. من برمیگردم با همون اگزمپلی که اول داشتم در مورد بانکینگ، در مورد میدیا، هلتکر، ایژوکیشن، گورنمنت، ترانسپورتیشن. وقتی همه اینا با هم درگیر میشن یه جوری به اسمارت سیتی برمیگرده، ولی که همه اینا با هم لینک هستن. یعنی دیتای مربوط به هاسپیتال مربوط هست به دیتا مربوط به ترانسپورتیشن. شما اگه ترانسپورتیشن خوبی نداشته باشید مریض به بیمارستان نمیرسه. دیتا مربوط به فرض کن بانک بازم مربوط هست به دیتا هلت کیر. اگه بانک نتونه اینشورنس بده و اون یه نفر که بیمار هستش الان میره هسپیتال بتونه به حساب تحت مداوا قرار بگیره، اون فرد نمیتونه تحت مداوا قرار بگیره. پس اینا همه یه جوری به هم ربط داره، و این ربط هستش که بعد میتونه بیس اسمارت سیتی رو ایجاد کنه. چون ما تو اسمارت سیتی اپلیکیشن ها رو میبینیم، مثلا اپلیکیشن هلت رو میبینیم، یعنی بیمارستان ها رو میبینیم، ما تو اسمارت سیتی انوایرمنت رو میبینیم، ما تو اسمارت سیتی ایجوکیشن رو میبینیم و امرجنسی سرویس رو میبینیم مثلا که داره سرویس میده، یه سری اپلیکیشن ها رو میبینیم. ولی در حقیقت در اون این اسمارت سیتی سنسور ها هستن، این سنسور هایی که دارن مرتب اطلاعات رو جمع آوری میکنند، و این سنسور ها هستن که اطلاعات رو به موبایل فون مثلا میتونن بدن یا به دستگاه های دیگه که میتونید اطلاعات رو مثلا آنالایزش کنن، که البته این اطلاعات همه میره تو دیتا لایر قرار میگیره، اون دیتا لایر میره تو اپلیکیشن لایر، و اپلیکیشن لایر دیتا سال اطلاعات رو تو بزنس لایر، و بزنس لایر اطلاعات رو میده به اپلیکیشن لایر، که اون چیزی که ما در واقع داریم میگیره بیاند این کلی کارهای هستی که داره انجام میشه. خب حالا شما فکر کنید مثلا ما گفتیم توی ایژوکیشن چقدر دیتا تولید میشه، توی هلت چقدر دیتا تولید میشه، توی ترانسپورتیشن چقدر میشه. حالا فکر کنید
این دیتا همه میخواد به همدیگه لینک بشه و یه جوری به همدیگه ارتباط برقرار. اونجاست که دیگه بیگ دیتا خیلی معنی پیدا میکنه، یعنی عجیب تعداد به حساب دیتا هم از نظر کوانتیتی اضافه میشه و هم از نظر به اصطلاح میزان قیمتی دیتا، برای که دیتا از جای مختلفی، سرورهای مختلفی، پترنهای مختلفی و همینطور دیتا های متفاوت نیست، مثلا تصویر میاد، صوت میاد، ویدیو میاد، تکست میاد. اینجاست که دیتا واقعا معنی پیدا میکنه، بیگ دیتا واقعا معنی پیدا میکنه. و خب البته انفراستراکچر خیلی مهمه، زیر ساختارها خیلی مهم هستن، به خاطر که اینجا شما احتیاج به کلاد سرور قوی دارید، سکیوریتی سرور قوی دارید، چون اگه اتفاق بیفته تو این سیستم و دیتا یه جوری یه نفر نفوذ پیدا بکنه، دیتا رو بزنه سیستم رو خراب بکنه، کل سیستم از بین خواهد رفت. بنابراین دیتا وقتی تولید میشه باید ازش استفاده کرد واقعا، و واقعا باید یک نحوی استفاده کرد که به مردم کمک بکنه، چون به خاطر سیتیزن هستش. تو دیتا هم که تولید میشه دیتا مال مردم هست، دیتا دیتای منه، دیتا شما هست، دیتای ما در واقع وقتی در اختیار افراد قرار میگیره، کمپانی قرار میگیره، یه جوری باید به ما کمک بکنه. بنابراین یه جوری بایستی به افیشنسی رو حالا ما افیشنسی جامعه کمک شده باشه، یعنی حالا در بحث هلت هستش این بایستی افیشنت باشه، در بحث ایژوکیشن هست باید افیشنت باشه، خود سمارسیتی باید افیشنس باشه. بنابراین اینجاست که ما ممکنه یک سری میجرهایی پیدا بکنیم که بتونیم افیشنسی رو محاسبه بش بکنیم. فایدی که ارباز کرده بودید برای ارائهتون یک قسمتش بود که متفرم خیلی جذاب بود، گفتم اگر بشه درباره اون مثلا صحبت بکنید اتمام بدید، اون دی ای و دی دیتا. باشه، اشکال از من فکر کردم شاید زمان کم باشه خواستم قطع کنم، ولی میتونم ادامه بدم. پس من مجدد اشتراک صفحه میذارم. بحثی رو که گفتم در مورد افیشنسی بودش. خب البته وقتی افیشنسی مطرح میشه بنچمارکینگ هم مطرح میشه، چون کار من بیشتر تخصص من قبل از اینکه من وارد بیگ دیتا و دیتا ماینینگ باشم تخصصم دیه بود، خواستم یه لینک بین دیه و حساب دیتا انالیسیس و بیگ دیتا ایجاد بکنم. حالا نمیدونم چند نفر دوستان در مورد دیه اطلاع دارند، ولی مطمئنم که عده زیادی از دوستان حداقل شنیدن بحث دیه رو، تحلیل پوششی داده ها ترجمه فارسیش هستش، یه مدل ریاضی هستش که خیلی خلاصه بگم برای دیسیژن میکینا استفاده میشه و میشه افیشنسی دیسیژن میکینا رو به دست آوردشون. مدل خیلی ساده هستش در حقیقت، از نظر کانسپت اگه بخواید دقت بکنید، مدل اینپوت هایی رو که بوندس شیم میکینگ داده میشه و آوتپوت هایی که از شیم میکینگ گرفته میشه رو میاد در نظر میگیره، شیم میکینگ مختلف رو با هم دیگه مقایسهش میکنه و افیشنسی ها رو به دست میاره. من همونطور که گفتم دی یه مدل اپتیمایزیشن خیلی ساده هم هستش، روی لینیر پروگرامینگ هستش، ولی خب تعداد خیلی پیپرهای زیادی روی زمینه چاپ شده، بیش از 15000 پیپر الان تو دی چاپ شده هستش. من وارد بحث دقیق ویدیو نمیشم چون خودش احتیاج به یک جریان مفصل دیگه داره، اما میخواستم بگیم که فرض کنیم ما یه دستگاه اسمارت سیتی الان داریم و اپلیکیشن متفاوتی هم داره ران میشه و خب روز به روز داره این کار رو انجام میشه، روز به روز هم دیتا داره جمع آوری میشه، حالا میتونیم آیا از این دیه جوری استفاده بکنیم و حساب افیشنسی اسمارت سیتی یا افیشنسی اپلیکیشن هایی که داره ران میشه روز به روز محاسبش بکنیم؟ این یه مدل است که حالا اینجا من خودم دارم کار میکنم و دارید میبینید. البته این خیلی حساب در سطح خیلی خیلی بالایی است، یعنی فقط اومدم فقط برای دمونستریشن مثلا تعداد پاس روت ها رو و ترین روت ها رو، یعنی قطار ها و حساب پاس های شهری و قطار شهری رو و تعداد پسینجر رو و تعداد مسافر ها رو در نظر گرفتم، و از اون طرف هم اسپند یا هزینه رو که روزانه داره سیستم انجام میشه جمع آوری شده. خب در بعض روزا هزینه ها بالاتر، در بعض روزا هزینه ها پایین تره، مثلا در روز سانده هزینه ها پایین تره و داره که اینجا تعطیلات بیشتره، در بعض روزا هزینه ها بالاتره، خب مثلا روز مانده مثلا هزینه اصلا بالاتره، روز چهارشنبه هزینه بیشتره، این هزینه ها البته نسبت به تعداد افراد هستن که جابجا میشن. یه سافتوری هم که آره که خودمون دیولپ کردیم به نام پیم، پرفورمنس ایمپروومنت منیجمنت سافتور، که این دیتا ها رو، این سافتور وقتی واردش بشه یه محیطی است به این صورت که میتونه دیتا ها رو وارد کنه و افیشنسی رو محاسبش بده. حالا من اگر بخواید حتی میتونم، چون سافتور رو شیر کردم، اجازه بدید دیسکارد بکنم، چون سافتور رو شیر کردم اگه بخواید میتونم خود سافتور رو ران کنم و مستقیما سافتور رو اینجا نشون بدم که مثلا چطوری میشه پیم رو استفادهش کرد. وقتی دیتا رو وارد پیم
بکنید که حالا یه سافتور مربوط به ای هستش، وقتی دیتا رو وارد پیم میکنید، خب این اطلاعات به صورت اسپشیال الان وارد شده، دی تو دی اطلاعات ما داریم اینجا، مثلا دی 1 دی 2 حالا من تاریخش نیستش اینجا، هزینه هایی که داره هر روز شده و باس روتا و ترن روتا و نمبر پسنجر هایی که حالا به صورت رفت آمد کردن به هزارات ها اینجا مرخص شده، برای از روزش هم مشخص که شنبه از یک شنبه تغییره. توی این سافتور ما میتونیم مدل رو تعریف بکنیم، حالا پارامتر مدل رو میذاریم اینجا و مدل رو تعریف میکنه. خب مدل دیگه بایستی مثلا یه سری پارامترهای دارید، اون پارامترش رو بایستی مثلا مشخص کنید، با توجه پارامترهایی که مشخص میکنیم اون لینیر پروگرامینگ یا اپتیمایزیشن مدل ساخته میشه و وقتی مدل رو رانش بکنید به اصطلاح جواب ها تولید میشه. خب الان اینجا مثلا من افیشنسی رو میتونم ببینم و اگه من اینجا بزنم تمام روزها رو، من افیشنسی همه روزها رو من میده، مثلا در بعض روزا 100% افیشنت بوده، در بعض روزا فرض کن افیشنسی کمتر بوده، خب این افیشنسی ها رو اینجا مثلا ما میتونیم بگیریم. و طبیعیه در روزی که افیشنسی کمتر بوده، مثلا اینجا 100% افیشنسی، در روزی که افیشنسی کمتر بوده ما یه جوری بایستی پیدا کنیم ببینیم علت که افیشنسی کمتر بوده چی هستش. و بنابراین این سافتور ما تارگت رو میده، یعنی روز به روز میتونیم بریم محاسبش کنیم، مثلا در روز یک فرض کنید نسبت به سایر روزهای دیگه افیشنسی یه مقدار کمتر بوده، بنابراین به ما میگه که مثلا شما در این روز شما میتونید ترانسپورتیشنتون رو یه درصد کمتر از یه درصد کاهش بده، یعنی که 0.86% رو کاهش بده، کمتر از یه درصد میتونید کاهش بده. کمتر از یه درصد خودش مبلغ زیادی هستش البته، یا اینکه مثلا میتونید سرویس بیشتری تولید بکنید، ولی ممکن مسافر بیشتر اصلا نبوده باشه، ولی وقتی مسافر بیشتر نیستش بالاخره باید هزینه ها کاهش پیدا بکنه. بنابراین این سافر خودش به ما راهکار رو هم میده. ممکنه بعضیا بگن وقتی شما افیشنسی رو پیدا کردید، مثلا افیشنسی شنبه با یک شنبه قابل مقایسه نیست، ولی درست کاملا بنابراین سافر ما افیشنسی روزانه رو میده، مثلا یک شنبه ها رو با هم مقایسه کنید، دو شنبه ها رو با هم مقایسه کنید، بازم میتونید اطلاعات از سافر بگیرید. در اینجا مثلا من فقط روز یک شنبه ها همین هر هفته یک شنبه ها دی دوم و نهم و 16 ایشون که یک شنبه هستن با هم مقایسه شدن، بنابراین سافر تمام اطلاعات رو به ما میده. البته حالا من بحثی که اینجا میخواستم بگم این بود که دیه حالا اینجا گفتن یه اپتیمایزیشن خیلی ساده هستش، واقعا هم به نظر من یه اپتیمایزیشن خیلی ساده است، ولی اپلیکیشنش واقعا زیاده، یعنی در خیلی خیلی جاها در هر موردی که ببینید اپلیکیشن الان کاربرد ایجاد شده. الان دیه خودش داره با بیگ دیتا هم یه جوری لینک میشه، برای که وقتی شما با دیه کار میکنید افیشنسی اسکور پیدا میکنه، ولی از اون طرف قبلا فقط دیتایی که به دی داده شده دی کانتینوس دیتا بود، یعنی نیومریک دیتا بودش، ولی الان فازی دیتا هست، اینتروال دیتا هست، اوردینال دیتا هست، اینتروال اوردر دیتا استریم هست، از اون طرف افیشنسی که به دست میاد فقط افیشنسی تنها نیستش، فازی افیشنسی هست، اینتروال افیشنسی هستش، از این طرف دیتا ممکنه ابسولوت نباشن، نگاتیو بعد منفی باشن، اینا کلی ورایتی اف دیتا ایجاد میکنه که فقط تو مسائل بیگ دیتا میشه این کارا رو که انجام داد، فقط میسینگ دیتا ممکنه حتی ایجاد بشه. از اون طرف مدل دیگه خودش لینک شده با مدل های دیگه مثل MCDM, HP, Clustering, Neural Network, Regression و غیره. اول خودش یه محیطی رو ایجاد میکنه و دیگه رو اگرچه دیگه به عنوان یک مدل اپتیمایزیشن هستش، الان حتی میشه دیگه رو یه جوره به عنوان پردیکتیو مدلینگ هم مطرحش کرد. در یکی از پیپرهایی که خودم چاپ کردم در سال 2009 یه پردیکتیو مدل تو دیگه ما اومدیم دادیم که کامباین کردیم نیورال نتورک رو با دیه، یعنی از روی حساب افیشنسی دیه ببینیم آیا میشه نیورال نتورکی پیدا کرد که بشه افیشنسی رو محاسبه کرد یا نه. ببینید وقتی دیه رو شما ران میکنید در داده های کوچک مثلا 1000 تا دی ام یو 2000 تا میو اپ در داده میو بالاخره مشکلی نیست، ولی وقتی اومد یه دفعه که دیتا اینکریز شد، اومد 300000 تا دیتا شد، 500000 تا دیتا شد، 1 میلیون کد اف دیتا شد، بعد شما باید اپتیمایزیشن مدل یعنی لینیر پروگرامینگ رو 1 میلیون بار برای هر یک دی ام یو ران بکنید که بتونید افیشنسی رو پیدا کنید. از این روش هایی هست که بشه سوالت داد، ولی حالا اگه مورد 1 میلیون شد، 1 میلیون یک نفر، یک نفر اضافه شد، برای اون یک نفر باید 1 میلیون دوار دیگه باسه دیتا ران بشه و خیلی حجم زیاد در دیتا مدلینگ باز ران بشه. برای اگه بشه یه مدل بسا پردیکتی مدل ایجاد کرد که نیورال نتورک باشه و اون نیورال نتورک رو از روی افیشنسی اسکور دی بتونیم استفاده کنیم و بسا برای اون یک دی ام یو جدید افیشنسیشو پردیکت بکنیم، خب این روش خیلی خوبی هستش که یک پردیکتی مدل هستش. حالا تو دی میشه تو همین پیپری که من اینجا دادم که نیورال نتورک دیگه کامباین شده مخصوصا برای لارج اسکیل دیتا این کار رو میشه انجام داد. بر اساس این پیپر اپدیت پیپر زیادی دیگه هم چاپ شده که به حساب اکسپاند شده این مثلا.
این قسمت تو آخر سخنرانی بود که آقای دکتر شما گفتید، ولی حالا مثلا اگه کتابایی بخواد توی زمینه، یک کتابی هست منیجینگ سرویس پروداکتیویتی که توسط بسام اسپرینگر چاپ شده، تعداد زیاد اپلیکیشن دی ای توش هست، البته نه مربوط بیگ دیتا نیستش، دی ای هستش، ولی یک کتاب دیگه که مربوط به بیگ دیتا هست و اپتیمایزیشن بخصوص برای کسانی که ریاضیدان هستن، این کتاب در سال 2018 چاپ شد. در این کتاب من بحث خیلی زیادی رو روی اپتیمایزیشن بیگ دیتا انجام دادم، بخصوص وقتی تو لارج اسکیل دیتا ها میاد، چون وقتی به لارج اسکیل دیتا ها میایید وارد میشید و حساب اپتیمایزیشن رو میخواد ران کنید، زمان خیلی زیادی لازم داره و اینجاست که بیگ دیتا و اپتیمایزیشن میتونن با هم دیگه جوین بشن و چالش های خیلی زیادی تولید میشه. اگه کسانی که به ریاضیات خیلی علاقه دارن میتونن به این کتاب مراجعه کنن، ولی اگه کسانی دیگه هستن که کمتر به ریاضی علاقه، کتاب دیگه هم هست که حالا اینجا من لیستش رو نیاوردم، بیشتر در مورد اپلیکیشن های بیگ دیتا است که همین سال گذشته چاپ شده، حالا اونم اگه خواستین لیستش رو براتون میفرستم، و کتاب بیگ دیتا ویژوالیزیشن هم که امیدوارم سال بعد چاپ بشه. آقای دکتر بسیار عالی، متشکرم، ممنون، محبت کردید. من میتونم سوالای بچه‌ها رو بپرسم؟ دوستان رو میتونم بچه‌ها دوستان رو براتون بخونم با شما؟ اگر سوالات در مورد داده‌های پرت و میسینگ دیتا هاست و بیگ دیتا، میگه دوستان پرسن اینا چجوری میتونیم با معروف با اینا کنار بیم، چجوری موارد رو حل بکنیم؟ ببینید دو تا مسئله مهم توی بیگ دیتا هستش وقتی که دارید با بیگ دیتا کار میکنید، یکی داده های پرت هست، یکی میسینگ دیتا هست، هر دو تا اینا باید چک بشه. یعنی کوالیتی دیتا مهمترین چیز هستش توی دیتا. اگه بیاید یک کاری رو انجام بدید ولی دیتایی که در اختیار دارید دیتای به حساب های کوالیتی نباشه، واقعا اون ریزالتش به درد نمیخوره. بنابراین خیلی مهم هستش که شما دیتایی رو که دارید استفاده میکنید اول کلینش بکنید. تو کلین کردن سه تا چیز مهم هستش. یکی میسینگ ولیو هستن. خیلی ها میان میگن مثلا فرض کن ما تو همون دیتا مربوط به اکسیدنت ها رو گفتم، خب میلیون ها رکورد هستش وقتی روی دیتا مربوط چند سال جمع آوری میکنید، ممکنه حالا سن یک درایور هم اونجا نباشه، خب این میسینگ دیتا حساب میشه. حالا ما باید چیکار بکنیم با این میسینگ دیتا؟ ممکنه اولین بحثی که پیش میاد بیام حالا دیتا این یک نفر رو حذفش بکنیم، ولی ما در دیتا ماینینگ و در بیگ دیتا تأکید بر این هست به نظر خود من که به هیچ وجه دیتا رو حذف نکنید. اگر راهی هستش که میسینگ دیتا رو بشه پیداش کرد، بشه پیداش کرد. خب حالا اگه نمیشه با فرد تماس بگیرید، ممکن راه دیگه باشه. خوشبختانه تو دیتا ماینینگ مدل‌های خیلی خوبی هستش که شما میتونید پترنای مشابه اون رکورد رو پیدا بکنید و اون میسینگ ولیو رو بر اساس پترنای مشابه فیلش بکنید. این کار تو خیلی سافت‌ورها هم انجام شده، توی پایتون کد هستش. اگه پایتون کد شو بخواید، سافت‌ورهای مثل ساس انترپرایز ماینر و آی بی ام اسپیسز مدل ها هر دوتاشون مدل های فیلینگ میسینگ دیتا رو اصلا دارن، اویلیبل هستن، بدون کد نویسی شما میتونید اونها رو انجام بدید. یکی در مورد میسینگ دیتا، یکی در مورد آوتلایر ها و انومالی ها، مثلا دیتا هایی که پرت هستند. بنابراین آوتلایر ها حتما باید حساب آنالایز بشن، چون شما وقتی فرض کنید تو همون مسئله فرض کنید اکسیدنت دیتا، ما یه مورد داشتیم که مثلا یه دلیگی 30 تا ماشین با هم یه برخورد کردن، خب این یه آوتلایره، این یک مورد اتفاق افتاده. حالا آیا این میتونه تأثیری تو بقیه داشته باشه یا نداشته باشه؟ نه، این نمیشه. خب اینو باید یه جوری بررسیش کرد، یه جوری حساب از سیستم یا حذفش کرد، یه آنالیز جدایی میخواد. بنابراین خیلی مهم هستش که شما بتونید آتلایرها رو بررسی بکنید، آتلایرها رو از سیستم در بیارید و میسینگ دیتا هم انجام بدید. خوشبختانه پایتون کد خیلی زیاد است در این موارد، هم برای پترن ریکاگنیشن میسینگ دیتا، هم این که توی سیستم سافت‌ورهایی که به حساب آفشور هستن اینا ایمپلیمنت شده هستن. آقای دکتر یک سوال دیگه که پرسیدم درباره اون بحثی بود که برای مصرف فرد بود، پرسیدن که داده‌های مربوط به موارد خصوصی مثل که فرد مثلا ماشین لباسشویی داره یا خیر، اینا رو چجوری به دست میاریم و چطوری میشه الگوی رفتاری مصرف رو از اینا تشخیص داد؟ البته در اون سروی که من به شما نشون دادم در مورد اون حدود 3000 خانوار هست، همه این اطلاعات جمع‌آوری شده توسط یه پرسشنامه و اون به حساب یک شرکتی رو به حساب سابسیدی شده که اون بتونه شرکت این کار رو انجام بده و به افرادی که این خانواده‌ای که این پرسشنامه رو پر کردن یک به حساب کمکی شده در قبالش، مثلا بتونن در قبالش این پرسشنامه رو پر بکنن.
متوجهید؟ یعنی یه جوری بهشون اینکارش کردن شون که این پست شما رو پر کنن، یه درصدی بهشون در اون ما در اون یه مثلا یه مفصل یه چیزی بهشون میدن، من دقیق خاطرم نمیدونم دقیقا چقدر هستش، ولی ترغیب شدن که پست شما رو پر کنن و خوشبختانه همه هم پر کردن. اطلاعاتی که بررسی شده 2500 خورده ای گفتم اطلاعات کامل بودش، حدود 3000 تا پوزیشنه بوده که اون 2500 خورده ایش که برآورده شده بود و اونجا نشون دادم اونا میسینگ دیتاهاش حذف شده بودش. بنابراین دیتا در مورد مثلا تعداد ماشین لباسشویی، حتی تعداد در مورد یخچال اگه دارن و فریزر دارن، حتی چند یخچال فریزر، این همه جمع آوری شده. ببخشید آقای دکتر، یک سوال دیگه هم درباره SPSS مدلر بود. میگفتن چقدر کاربردی داره برای بیگ دیتا، آیا استفاده بکنید توصیه میشه یا اینکه نه؟ ببینید SPSS مدلر به نظر من خیلی سافتور خوبی هستش، بسیاری از مدل‌ها مثلا ایمپلمنت شده بدون اینکه شما اصلا کد بخواد بنویسید، میتونید مثلا نیورال نتورک استفاده کنید، میتونید SVM استفاده کنید یا برای کلاسترینگ و دیسیژن تری و همه این مدل‌ها ایمپلمنت شده هست. توی ورژن جدیدش که 18.21 هستش اگه دقت بکنید شما میتونید دیتا رو از سرور بگیرید، یعنی هر چی لارج دیتا باشه میتونید رو بگیرید، حتی میتونید سافتور رو روی به حساب آمازون سرور هم رانش بکنید که با سرعت خیلی بالا بتونید کار رو انجام بدید. یعنی تقریبا خیلی شدیداً بسیار ایمپروو پیدا کرده و الان تکست آنالیتیکس هم که بهش اد شده و خود SPSS مدل رو با SPSS هم لینک شده و در مدل تو ورژن 18.2 تو خود SPSS مدلر آپشن R حساب R و پایتون هم هستش، یعنی داخل خود SPSS مدلر میتونه لینک پایتون هم داشته باشه که پایتون کار پایتون هم انجام بده و تقریبا داره نسبتا کامل میشه، اگرچه حدود الان 20 سال از SPSS مدلر میگذره دیولپمنت. اولین دیولپر که حساب SPSS مدلر داشت 1996 به نظرم بود یا تقریبا 97-98 در واقع بود، آره 96 بوده اولین مدلش که اینا شاید آقای دکتر نخیزاده اشاره کردن، چون اولین بار توسط سافت‌ورش شد با شرکت بنت وقتی تولیدش یه شرکتی بود نام کلمنتاین این کارو کرد، ولی بعد که آی بی ام خریدش توسعه خیلی بیشتر شده و الان دارم تقریبا داره یه استاندارد خوبی میرسه که اساس داره در بعضی موارد پیشروتر میشه. اگر SPSS مدل رو نخواهید استفاده کنید سافر آفشف، به سافر آفشف بخواهید استفاده کنید سات انترپرایز ماینر هستش که بازم خیلی قوی هست، سادش از SPSS مدل هم بهتره، تمام امکانات مدل هم داره. بسیار. یه سوال دیگه هم پرسیدن که برای تخمین زدن داده گم شده، آیا وقتی تخمین زدن داده گم شده رو از نا اوریجین کم نمی کنه؟ ببینید داده‌های گم شده رو وقتی تخمین میزنید دو کار میتونیم کنیم، اول اوربی رو چک بکنید چون از اون بحث داده‌هایی که ولید اصلا اوربی رو داشته باشه اوربی رو حذفش بکنید، بعد میسینگ دیتا رو انجام بدید. کار دیگه هم که میتونید بکنید اینه که اول کلاسترینگ بکنید داده‌هایی رو که آفلاین دارن، اون میسینگ دیتا رو تو بقیه داده‌هایی که اگه سوال همین هستش به متوجه شد درست متوجه شدم تو دیتاهای رو بکنید که آفلاین نداشته باشن. توی هم آی بی ام SPSS مدلر هم سات انترپرایز مدلر این کار به خیلی به راحتی انجام میشه اگه نخواهید کد بنویسید. دوستان پرسیدن که چه جوری این نرم افزار پیم تو ایران میشه خریدارید؟ نرم افزار پیم توی وبسایت dsoftware.co.uk هستش، آنلاین سیستمش، آنلاین خریداری میشه، یه مشکلی نیستش. dsoftware.co.uk تو وبسایت دی زون هم که اگر کسانی که با دی در آشنا هستن اگه تو وبسایت دی زون هم برن اونجا بازم اطلاعات مربوط به نرم افزار هستش. نظر شما استفاده از NoSQL بهتر است برای بیگ دیتا به خاطر استراکچر نبودنش؟ آیا شما میگید خوبه؟ من خودم البته استفاده نکردم NoSQL، ولی میدونم کسان استفاده کردن و همونجور که میگید برای دیتا آن استراکچر شاید بهتر باشه، ولی استفاده من نکردم. نه آخرین سوال این باشه، من دیگه وقت شما رو نگیرم آقای دکتر، در ساده‌سازی ریاضی بیگ دیتا و ساده‌سازیش و کاهش افعال راه‌حلی هم پیشنهاد میدید واسه دوستان؟ آره ببینید یک مدل از اونها فیچر سلکشن که حالا تو هم SPSS مدلر هم توی سات انترپرایز ماینر هم ایمپلمنت شده، هم با پایتون کدشو میتونید بنویسید و فکر میکنم تو لایبرری هم باشه فیچر سلکشن که این کار رو انجام میده. البته مدل های دیگه هم هستش که میشه اون کار رو انجام داد حالا آماری، ولی فیچر سلکشن تقریبا میشه راحت تر هستش به خاطر که به هر فیلدی یا هر وریبل یه جوری ایمپورتنس ایندیکیتور نسبت میده و بر اساس این ایمپورتنس ایندیکیتوری که شما میگیرید میتونید فیلدهایی رو که لازم ندارید رو حذفش کنید، ولی اگه فیچر سلکشن سرچ کنید به راحتی میبینید.
آی دکتر ببخشید، اون کتابی که معرفی کرده بود میدم میشه اسمشو به نیست توجیبی پاورا نبوده بچا درگیر بحثه Big Data for the Greater Good. مال خودم از ساره اپلیکیشن هایی از Big Data در قسمت های مختلفی هر کدوم هر فصل یه اپلیکیشن خاصیه. یکی از فصلاش هم بحث اصلا سکیوریتی و اینها هست، یکی از فصلاش هم بحث اتیک هستش. چون Big Data الان یکی از مسائل اصلی Big Data بحث اتیک هستش که دیتای پرایویسی چجوری در اختیار قرار میگیره. گفتن که میخوان توی هوش مصنوعی دکترا احتمالاً میخوان بگیرن، بعد تو حوزه مدیریت پورتفولیو و پیشبینی بورس استفاده از من فکر کنم منظورشون نان لینیر اودیه اگه اشتباه نکرده باشم. من فکر کنم ایشون اگه میخواد تو زمینه با ایمیل تماس بگیره، چون من با پروفسورش دقیقاً واسه بدونم توی زمینه کار خیلی زیاد شده. اینطوری نیستش که کار نشده باشه. توی هوش مصنوعی و بورس الان کار خیلی زیادی انجام شده و یا یه عده زیادی الان دارن کار انجام میدن. الان اگه یه کاری رو بدون مطالعه شروع بکنید ممکنه واقعا به نتیجه نرسه. بله میدونم در مورد نیورال دیفرنشیال ایکویشن نوشتن. فکر میکنم اگر با ایمیل من آقای دکتر دارم در اختیارشون بذارم تماس بگیرم، من پروپوزال رو نگاه میکنم. آقای دکتر بسیار ممنون از وقتی که گذاشتید، مثل همیشه عالی و ما که خودمون خیلی استفاده کردیم. خواهش میکنم ببخشید بگرد طولانی بود، یه مقدارم حساب بحثا خیلی من وارد جزئیات نشدم، ولی ترجیح هم این بودش که حساب اپلیکیشن متفاوتی مورد بحث قرار بگیره، ولی اگه زمانی فرصت شد هر کدوم از این اپلیکیشن ها خودش میتونه یکی دو ساعت بحث یا حداقل یکی دو ساعته باشه. شما را ممنون آقای دکتر، خیلی محبت کردید. شبتون بخیر.